بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقاتی رو که پشت سر گذاشتید اوقات خوبی بوده و حالا پیش رو اوقاتی بهتر منتظرتون هست. هوا به شدت در واشنگتن، در ویرجینیا، در شرق آمریکا گرم و امیدواریم که این گرماها ضرر چی میگن جانی نداشته باشه. ضررهای مالی رو میشه تحمل کرد، یخچال خراب میشه، وسایلش خراب میشه، جایگزین میکنید، ولی ضرر جانی و این ماها به اصطلاح نه. اجازه بدید که من روی فیسبوک این صفحه به اصطلاح ویدیوی برنامه امروز رو از صفحه شخصی خودمون به صفحه مردم تیوی هم تقدیم کنیم. مردم تیوی دیروز تعدادش رسید به 8888 تا، الان نشون میده 8884 تا. حالا شما همه رو ول کن، من همون 4 تا بینندهی که حواسش جمعه اونو میخوام. دست سلام. و اما ببینیم که اینجا سوربی برنامه قبل از من کانون آوا چند تا فیلم رو به اصطلاح داشت چیز میکرد و آقای مشارکی امروز درباره شما و درباره آقای بابک هروی یکی دو دقیقه صحبت خواهم کرد. دوستان سراغ شماها رو میگیرن، برنامه شماها رو دوست داشتن و من هم پاسخی که به اونها دادم به شما هم میگم که در جریان باشید و بینندگان هم ببینن. بذارید ما اینو شیر کنیم بدون هیچ وقفه‌ای، بریم سراغ اهم خبرها. سوربی اهمش سوربی با مردمه، به خاطر این است که شما اومدید اینجا. نه اگه نه اگه نمیمدین دیگه. 14 جولای 2017 کجا هستیم؟ USA. وبسایتمون هم هست مردمتیوی.com که گاهی وقتا از دست حسودا و دشمنای احمق میشه مردم تیوی. حالا چرا ما به دشمنا میگیم احمق؟ این یکی از موضوعات امروزه، ولی بذارید به خاطر گل روی پتیک و دوست دیگمون که از کانادا تماس گرفته بود ما با کاغذ، با سرتیتر، با تاپیک جلو بریم. مریم میرزاخانی، ریاضیدان نابغه ایرانی، متاسفانه مبتلا به سرطان شد. و اما قبل از همه چیز امروز 14 جولای سال 2017 میلادی است و برابر است با 23 تیر ماه 1396. امیدوارم تاریخ ها هم درست باشه. یک بار دیگه از علی آقا که الان چند سال زحمت میکشه این تاریخ ها رو ارسال میکنه تشکر میکنم. و اما آقایی به نام آرش اصلانی، بینندهی پیگیر زربین که من رو روی میز تشریح گذاشته. من خودمون اینجا کارمون این بود که دوستان رو روی میز تشریح میذاشتیم، ایشون نوشته که آقای سوربی شما نه دیگه، خلاصه‌شو بگم بعد برمیگردم یکی یکی مشروحش رو میگه. پیام رئیس جمهور قبلی مکزیک به دونالد ترامپ درباره ساختن دیوار. دوستانی که به ترامپ رأی دادن ولی امروز یا از آگاهیشون یا حقیقت از خجالتشون یه جورایی میخوان از این که افتخار کنن که به ترامپ رأی دادن برن اونورتر و چیزای دیگه بگن، این هم براتون درست میکنم، صحبت میکنم درباره آقای چمنارا که ایشون گفته شاه در شاهنامه معنی برگزیده رو میده، در این مورد هم صحبت میکنم. و اما چرا دوبار اینجوری نوشتم؟ آها، چون یکی از دوستان میگه که من خوشحالم که ترامپ آمد تا به اصطلاح این چیز ایرانی چی بهش میگن ذات آمریکا نشون داده بشه به دنیا. میگم خب اونایی که میدونستن که میدونستن، حالا اونایی هم که نمیدونستن حالا آگاه بشن، بعدش چی میشه، فردا چی میشه دیگه، ایشون کار داره باید بره. و اما رضا مشایخی، دوست قدیمی فخرآور که از اسمش سوء استفاده شده بود، این بود که آقای مشایخی گفتم وایسا یک لینکی برای من فرستادن یا خود ایشون یا دوستان که چند سال پیش آقای فخرآور درباره رضا مشایخی داشته میگفته، به دروغ ایشون رو هم جزو اون
کنفدراسیون دانشجویی قلابی خودش جا زده و اینها، و آقای رضا مشایخی از اون زمان گفته که من کاری به این شارلاتان دروغو ندارم. و اما کتاب خاطره ها و تاریخچه نوشته یک دانش آموز، این را هم در موردش صحبت میکنم. و تلویزیون مردم دیروز یک تماسی داشت از دفتر آقای ترامپ الکی که ترامپ به زودی از ایرانی ها تقاضای کمک میکنه. برای چی؟ این رو هم بعد براتون میگم. و اما حمایت از برنامه های من و تلویزیون مردم، تبلیغ در فیسبوک، تبلیغ در تلویزیون مردم، تبلیغ در وبسایت مردم، و منتظر حمایت و لطف شماها هستیم. برنامه های من، برنامه های دیگران و در مجموع تلویزیون مردم که این به اصطلاح سکوی ارتباطی و این میکروفون آزاد رو ما در اختیار دیگران هم بتونیم قرار بدیم. و اما داماد ترامپ 500 میلیون دلار از قطر پول میخواد. این مقاله رو برای یکی از دوستان فرستادم که اگه بشه ترجمه کنه به فارسی بخونیم، منتظر خواهم بود. چرا آقای جرد کوشنر 500 دلار از قطر میخواد پول بگیره؟ آیا این اخاذیه؟ این حق و سکوته؟ این چیه؟ و اما ای کاش آخونده هم مانند من و قمپوزیون احمق بودند. و این رو هم یک عکسی از بهتون نشون میدم. چرا خودم رو اضافه کردم گفتم مانند من و قمپوزیسیون احمق بودن؟ که قمپوزیسیون ناراحت نشه. اگه من و شما احمق نبودیم، آخوند طلبه 38 سال نمیتونست بشینه اونجا، ما اینجا هی زرزر کنیم. دروغ نگیم. امروز خانم خاطره نورشید برای من نشود آقای سوربی شما با این حرفایی که میزنی، با این رکگویی ها و راستگویی ها برای خودتون خطر ایجاد میکنید. من نوشتم که میگن که از ترس نه راست، گر عاشق دل، گر عاشق راست، یه چیزی از کشتن من نگریز، مردار بود هر آنگ. من 20 ساله دارم میگم، بازم میگم، مگه آدم چند بار میمیره؟ اونایی که نمیگن هر روز دارن میمیرن صدها بار، باور کنید. امیدوارم شما جز اونا نباشید. و اما خلاصه اوضاع کشور در یه عکس بهتون نشون میدم. فارسی در پاکستان به اضافه وقتی ریاضیدان عاشق میشود. و اما دنیا به شیرازی ها مدیون است. حتما میگید چرا؟ چون سوربی شیرازیه. نه عزیزم، صبر کن بهت نشون میدم. و اما این آخرین تاپیک جدیدترین هم هست. یه دوستی برای ما یه ویدیوی فرستاده بود، ما ویدیوشو به شما نشون دادیم، توی برنامه هم در موردش صحبت کردیم و اینها. و این دوستمون تشکر کرد، ما هم ببخشید واقعا اینو دارم الان خیلی صادقانه بهتون میگم، نباید اینو مینوشتم. سر که ندا یا جان که ندر راه عزیزان بود، بار گرانیست کشیدن به دوش. این دوستمون میگه یعنی چی این معنی؟ مثلا چیکار این چیز داره؟ من گفتم که تو برنامه خوبه درباره این صحبت کنیم. اگه اشتباه نکنم این شعر از سعدیه، سر که نه در راه عزیزان بود، بار گرانی است کشیدن به دوش. حقیقتش برمیگرده باز به همون تعارفای بیخود ایرانی که ما به همدیگه چپ و راست تحویل میدیم. قربونت برم قدمت رو چشمام، بیا اصلا خونه ما خونه خودته، ما نوکرتیم فلان بسار. ولی همین دوستمون به من میگه آقا 200 دلار، میگم ندارم. اگه داشته باشم هم حقیقتش نمیدم، چون بعد میترسم بیاد برای 1000 دلار، بعد 10000 دلار، بعدم با من بخواد دعوا کنه که حالا یه پولو پس نده. و چی کار کنیم دوستان؟ این تعارف رو بذاریم کنار. و اما بریم سر برنامه ها. من از شما عذر میخوام که اینو نوشتم، سر که نه در راه عزیزان بود، بار گرانیست کشیدن به دوش. این تعارف بی خودی بود و منی که به مردم میگم تعارف نکنیم، نباید این کار رو انجام میدادم. سعید کاووسی اینجاست، میگه حتما منو دید ترسید که دیگه تعارف نکنه. سعید کاووسی هم یکی از اونایی که زبان بسیار تلخی داره، ولی به اصطلاح من فکر نمی کنم آدم بدذاتی باشه. من بدذاتی ازش ندیدم، هر جا دیدم هر تا تونسته به دیگران کمک کرده. حالا اگر و نتیجه این کمکش بعضی وقتا اونا ضرری دیدن، دیگه خود اونها به اصطلاح مقصرن. در صورت این هم از این. بریم یه بار دیگه روی چیزایی که گفتیم صحبت کنیم. و خبر خوش یا ناخوش، ناخوش برای اونایی که دوست ندارن من خیلی اینجا باشم،
خبر خوش برای اونایی که دوست دارن من اینجا باشم و تنها هم باشم در برنامه سربی با مردم. امروز 2 ساعت برنامه رو من با شما خواهم بود، ولی چون من برای 1 ساعت به اصطلاح برنامه ریخته بودم، اجازه بدید دیگه تا هر جا که مقاله ها و نوشته ها و عکس ها و ویدیو ها دوام آورد با شما باشیم. امیدوارم 90 دقیقه بشه، حالا اگه بیشترم شد چه بهتر. و اما تعریف بینندگان موافق، مخالف، ممتنع، بی‌نظر و دشمنان احمق، اینو برمیگردم بهش بهتون میگم که یه دوستی از من پرسید آقای سربی من دیدم شما در برنامه‌هاتون میگید دشمنان احمق، شاید یه دشمنی عاقل باشه، خیلی هم باهوش باشه. گفتم نه، آدمای عاقل و باهوش دشمن دیگران نمیشن، مخالف میشن، مخالفتشون رو اعلام میکنن، مینویسن، ولی دشمن دیگران نمیشن. چون آخر دشمنی چیه؟ آخر دشمنی جنگه. آخر جنگ چیه؟ میگه هیچ کس پیروزی و آخر جنگ رو ندیده، همیشه اینها ادامه داشته، بدبختی ها به بار آورده، کشت و کشتار، خانواده ها از هم جدا شدن و الی آخر. به این خاطر که من میگم بینندگان موافق بسیار گرامی ممنونم، مخالف عزیزان باز ممنونم، اونایی که اصلا ممتنعن، بی نظر هستن، اومدن یه برنامه یه ساعت ببینن برن دوباره کارشون، باز هم ممنون از اونها. ولی دشمنان احمق و نادان، اونها رو باید مواظبشون باشیم. و حقیقتش تعارفم نداره، اینا کسایی هستن که بعضی هاشون اصلا به صورت دوست آمدن با شما بودن، اینها بعد سر یک کلمه حرف که شما مخالفش زدی دشمنت شده، خودش هم نمیدونه، چون منطق نداره. استی اوی، یعنی از اینا دوری کنید. این هم از این. بله. و اما پیام رئیس جمهور قبلی مکزیک رو ما روی فیسبوک گذاشتیم. یه دوستی که طرفدار ترامپ نیست ولی چیزایی که مینویسه به اصطلاح همین از این حکایت میکنه که ایشون خوشحال هست که ترامپ آمده، حالا آمریکا خراب بشه، دنیا خراب بشه، که ببینیم چی میشه. من نمیدونم، مثل که یه کوچه ای داریم، یه نفر میاد مس میزنه در دیوار خراب میکنه، من شما بگیم چه خوب شد این زد خراب کرد، تا ما ببینیم مثلا توی باغچه‌مون چی بوده یا توی زیر این دیوار چی بوده. بابا دیواره رو حالا ساختنش کار حضرت فیله. برای من نوشتن که خب این آقای رئیس جمهور قبلی که اینجوری میگه، چرا مکزیک به این زیبایی، به این قشنگی، با این همه محصولات و اینها فقیر هستن و اونها باید بیان آمریکا؟ گفتم بابا جون برو تاریخ رو بخون ببین چه به سر اینها آوردن. و یک کشوری که فقیره یه دفعه اینجوری نمیشه، یه شب با یه رئیس جمهور درست نمیشه، با یک رئیس جمهور هم خراب نمیشه. حقیقتش چرا؟ با یک رئیس جمهور ممکنه یه شب داغونش کنن، خرابش کنن، ولی برای آباد شدن و آباد کردن سالها وقت میخوان. بله، اون روز وقتی که من با شما دوستان صحبت کردم و گفتم آقای هروی چند بار ما درباره ترامپ صحبت کردیم، امیدواریم یه وقت بیان صحبت کنن، آقای هروی، بابک هروی عزیز پاسخ داده بود که حتما با کمال میل. و من چون شما دوستان گفتید که آقا برنامه بعدی آقای هروی کیه، برنامه آقای مشایخی کیه، اینه دوستان، من بارها گفتم ما اینجا دوستان رو به عنوان مهمون دعوت میکنیم که وقتی میان شماها بشناسید اینا رو، که آقای هست در نمیدونم کالیفرنیا افکارش اینجوریه، محققه، کتاب نوشته، یه آقای هست در کالیفرنیا اسمش رضا مشایخیه، باباش پاسدار بوده، بعد عوض شده، مخالف دولت شده و اینها، شما هم حمایت کنید. و الا همه اینها بیان، همه اینها من وقت خودم رو بذارم، همه اینها مخارج اینجا رو من از جیب خودم بدم، شما به خودتون نمیگید که این سربی عجب آدم احمقیه؟ من نمیخوام بگم شما با حمایت کردنتون شما هم بیاین نشون بدید که من تنها احمق نیستم، شما هم احمق هستیم. من میخوام بگم که شما با حمایتتون بیاین بگین که نه آقا احمق نیستی و این کار درستیه، چون میخوای مستقل بمونی زیر بار این و اون نمیری، چه نمیدونم اون آقای چی بگم والا زبون نافهم، چه اون آقای عقب افتاده و الی آخر. در هر صورت دوستان عزیز، تلویزیون مردم یکی از افتخاراتش این بوده که میگه این بلنگو، این میکروفون، این ماشین در اختیار شما هست، به شرطی که شما هم در پرداخت هزینه ها
همیاری کنید و با ما باشید. حالا اگه این حرف ناحسابی هست، شما برید یه جایی که حرف حساب میزنن. و اما حرف حسابی وقتی ریاضیدان عاشق میشود، این رو ما براتون بخونیم و نشون بدیم که به اصطلاح برنامه جمعه رو یکی بیاد یه برنامه جمعه بازاری بذاره، پیام یه برنامه شوخی و خنده و جوک و اینها. میدونم الان میخواد بگه آقای سوربی تو رو خدا ولمون کن، ایرانی ها که اهل جوک و شوخی و خنده نیستن. و یادم چند سال پیش این آقای اسلام شمس گفت که من وقتی میخوام برنامه بذارم میدونم که الان ایرانی ها، مثلا آقایه به خانمش گفته برو بلیت بخر بریم اسلام شمس رو ببینیم، بعد وقتی خانمش میگه خب امشب موقعی که باید بریم برنامه شمس رو ببینیم، میگه خب پاشو بریم ببینم این چجوری میتونه منو بخندونه. یعنی با یک حالت دعوا میخواد بیاد برنامه کمدی نگاه کنه، در صورت که دوستان میگن خنده لازمه. من دیروز یه چیزی رو قیمت زده بودم که بفروشم برای 3,800 دلار. یه آقایی برای من نوشت که آقا این اون چیزی که شما نوشتی نیست، یا اون چیزی که من میخوام نیست. آها ببخشید دوستان، این دو تاست. این اون چیزی که من نوشتم هست، یه فرشی مال کشمیره، منم فرش شناس نیستم، دو چیز بلد نیستم، یکی فرش یکی گل و گیاه و باغ و اینا. و گفتم خب این اون من که نوشتم کشمیره، اینم اینجوری. گفت آها من دنبال فرش قم میگردم. گفتم خب برو دنبال فرش قم بگرد. بعد گفت که من به این 200 دلار آفر میدم، پیشنهاد میکنم شما بفروشیدش به من 200 دلار. دوستم من بهش فوش ندادم، از دستش ناراحت نشدم، بهش نگفتم برو گم شو، بهش گفتم خیلی ممنون از پیشنهاد شما، ولی متاسفانه نمیتونم این رو برای 200 دلار به شما بفروشم. حالا که صحبتش هست، یه فرشی ما سالها پیش خریدیم 3,000 دلار، 300 دلارم اونجا آکشن بود، ازمون کمیسیون گرفتن، 5% هم روش تکس دادیم. حالا بگو 3,300 بکنم 150 دلار، یعنی شد 3,500 دلار. گفتیم خب فرشی بوده سالها پیش خریدیم ولی نوعه استفاده نکردیم، اگه کسی میخواد 3,800. حالا که این دوستمون اینجوری نوشت، گفتیم که کمش کنی. اصلا چرا من حال دارم این حرفا رو میزنم؟ وقتی این حرفو بزنم که فرشرم نشون بدم، شاید یک مشتری هم پیدا شد. وقتی ریاضیدان عاشق میشود، حتما همتون پروفسور هشرودی رو میشناسید، معرف حضورتون هست. میگه منحنی قلب من، این رو باید آقای افشارها برای ما میخوند، یا آقای سعید کجا هستی دوست اهوازی من، اسمش هم یادم رفته خدایا، که اذیت میکرد با فرهاد پارسی، میگه خب پس اگه اسم من فرید باید پرید باشه، اسم تو هم فرهاد باید پرهاد باشه. فرید سایپور، بله فرید سایپور پروفسور ریاضی. فرید جان، آقای افشارها میگه منحنی قلب من تائب تابع ابروی توست، خط مجانب بران کمند گیسوی توست، حد رسیدن به تو مبهم و بی انتهاست، بازه تعریف دل در حرم کوی توست، چون به عدد یک تویی من همه صفرها، آنچه که معنی دهد قامت دلجوی توست، پرتوی خورشید شد مشتق از آن روی تو، گرمی جان بخش او جزئی از آن خوی توست، بی تو وجودم بود یک سری واگرا. این واگرا یه اصطلاح احتمالاً تو ریاضی، چون من خیلی ریاضیم خوب نبوده، بعدم نبود، یادم نیست هم چیزی. ناحیه همگراش دایره روی توست. یکی در میزنه من برم ببینم که میخوان ترورمون کنن یا برامون یه بسته آوردن. بسته های اینجا معمولا نامه های فدای شبر دادگاه و اینها هست. یک لحظه میام خدمت. خیلی جالبه، ما اینجا دم در خونمون نوشتیم که بابا جون ما میدونیم به کی میخوایم رأی بدیم، دینمونم میدونیم چی هست میدونیم چی نیست،
نمیخوایم شما دین ما رو عوض کنید، نمیخوایم خونمون رو بفروشیم، نمیخوایم چیزی بخریم، دم در چیزی نمیخریم. با وجود همه این آقا بنده خدا جوانی هست و بیرون خیلی گرمه. اگه برنامه نداشتم حتما یه آبی نوشابه هم تعارفش میکردم. در اصل آمد و داشت مینوشت که ما آمدیم شما نبودید، داشت یاد داشت مینوشت، دره که باز کردم بنده خدا ترسید. برای این آگهی های انتخاباتی هست که همه رو شوتش کن اونور. ببینیم دوستان چی میگن و چی نوشتن. ضمن این که ما قرار بود در حال برنامه یا در حین برنامه بذاریم فقط دوستان هر چی دلشون میخواد بنویسن، هر چی میخوان بگن، ما اونا رو استفاده کنیم برای برنامه‌های بعد. ولی خیلی از دوستان گفتن که نه آقا اینجوری باحال‌تره، اینجوری میان و با هم صحبت میکنن. یا آقای به نام مراد شیخی، این ماجرای ایکس هم مثل سی اچ، یه جای صدای زی میده، یه جایی صدای اکس میده، مثلا تو اکسلنت یه جایی صدای زی که میده. این یونانیا وقتی یه کلماتی رو میسن مخصوصا داروها صدای چیز میده. آره این دوستمون مراد شیخی، اتفاقا ما یک آقایی داریم اینجا به نام حسین شیخی، همکلاسی داداش من بوده و چاپخونه هم داره، خیلی هم آدم موفقی هست. در صورت میگه که جناب سوربی، جمهوری اسلامی از دل یک انقلاب بیرون آمد و به همین خاطر سرنگون کردن چنین حکومتی کار آسانی نیست. این شرایط می توانست که همان یکی دو سال اول بعد از انقلاب بیفتد که با سرکوب خونین و حمله عراق به ایران و آماده جنگ و بسیاری از اتفاقات دیگر که همه به نفع جمهوری اسلامی مصادره شد انجام شد. شما کاملا درست میگی و من در دیداری که یا پارسال تابستون، سالا چقدر زود میگذره، یا دو سال پیش تابستون رفتم فرانسه با دوستمون، رفتیم دیدن آقای بنی صدر، یک ساعت و نیم ما اونجا بودیم. ولی متاسفانه آقای بنی صدر هم مثل وایت هاوس امروز ما اجازه ضبط کردن صدا یا ویدیو رو به اصطلاح نداد و من هرچی یادم میگم اون چیزایی که هرچی ایشون به من گفته و یادم مونده همینو من به آقای بنی صدر گفتم. گفتم آقای بنی صدر شما اولین رئیس جمهور ایران بودید، مردم بعد این همه پادشاهی و اینها امیدشون به شما بود و شما به نظر من ترسیدید، میدون رو خالی کردید، بعدم که رفتید با مجاهدین، بعدم که اینجوری و دیگه تموم شد. در خبربین 14000 نفر میبینن اما در صفحه شخصی خودم هیچ کس. ممنونم. یه دوستی برای من نوشته بود که آقای سوربی چون شما اون روز تو برنامه گفتی از آقای مشایخی و هروی پول نگرفتی، من حالا اینو میگم. آقای هروی رو صفحه شخصی خودش عکس کباب گذاشته، ولی برنامه‌ای که با شما داشته و بیش از نمیدونم 1000 خورده نفر دیدن ویزیتور داشته نگذاشته اونجا. خب آخه این درست نیست. من میدونید خیلی آدم به قول همین خانم خاطره، خانم خاطره این چیه نوشتی خط اره؟ آخه میخواین چی بگن مردم؟ اگه یک کسی شما رو میشناسه، خود من شما رو شناختم، باهاتون مصاحبه داشتم، وقتی میخوام بیام هرچی گشتم شما رو پیدا نکردم. شما چرا اسمتون رو اینجوری میکنید که مردم گمتون کنن به جایی که یک کاری کنید که مردم پیداتون کنن؟ در هر صورت نمیدونم حالا چرا راجع به خاطره صحبت کردم اینها. در این ماجرای خیلی رک میگم که ایشون هم امروز گفته بود آقا به این رکی میگی و اینها ممکنه برات خطر داشته باشه. و من به بابک گفتم، بابک نوشته من در خبربین گذاشتم 14000 نفر بیننده یا ویزیتور میان نگاه میکنن سر میزنن. دوستان وقتی یه جایی به شما میگن 14000 نفر بیننده داره، منظورش این نیست که 14000 نفر میان داخل میشینن یه ساعتی هم چایی میخورن میرن. من یادم سالها پیشی که از دوستانم میخواست یک عکاسی باز کنه، بنده خدا اشتباهی رفته بود، میگن ترافیک مال ببینیم چقدره، ترافیک شاپینگ سنتر یعنی تعداد آدمایی که میانه میرن، و این ترافیک مکدونالدو بهش داده بودن. ترافیک مکدونالد، کسی که میاد میخواد مکدونالد بخوره و بره، یا با بچهش کار داره یا مدرسهش دیر شده یا حوصله رستوران نداره، چی؟ فست فود. این دیگه نمیاد عکس اوردر بده، نمیاد ویترین شما رو نگاه کنه، این اشتباهه. ولی شما توی خیابونی که مردم قدم میزنن، بله یه بوتیک که میزنی اونجا اینه. اینه که بعضی از ماها نمیفهمیم وقتی سوربی میگه 8800 و نمیدونم 88 نفر دیروز روی فیسبوک بودن،
معنیش اینه که آقا اینجا 8888 نفر بودن، حالا 100 تا مغازه است، اصلا بعضی هاش ممکنه داشته اون ور رو نگاه میکرده ما رو نگاه نکرده، اینجوریه دیگه. یا یاد بگیرید یا اگه بلد نیستید برید. نمیدونم حالا چی بگم، بگم زرزر نکنید بهتون بر میخوره. خب بلد نیستید برید یاد بگیرید دیگه. خود منم بدتر از همه هستم. دوستان عزیز، راجع به این کتاب خاطره ها و تاریخچه نوشته یک دانش آموز اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم که دوستمون بالاخره از ما خواست که این کتاب رو روی اینترنت بذاریم. وقتی شما یه چیزی رو میخواین روی اینترنت بذارید، این اصلا کلمه اینترنت که میگین، اون نت و اون وب و اینها یعنی دنیای این تارنکبوت که یه چیزی همه جا رو کاور کرده. حتی میشه بگی بعضی از سیارهای هنوز نشناختن هم این داره کاور میکنه. ما که نمیدونیم اینا چه پاوری دارن، چه فرکانسی دارن، در هر صورت. و من دانشم بارها گفتم از سال 1988 که اولین کامپیوتر رو خریدم 2500 دلار که امروز فکر کنم 2 دلار هم ارزش نداره، از اونجا شروع شد. من رشته اصلیم برقه، برق درس میدادم. باور کنید امروز داداش من زنگ زده میگه من اینجا میخوام یه سیم بکشم، چه گیجی باشه، چه شماره‌ای باشه؟ گفتم والا تو ایران دیگه یادمون بود، برای اینکه هم رو هر روز کار میکردیم هم سیستمش ساده بود. سیستمش میگفتیم سیم 3 میلیمتری، سیم 5 میلیمتری، هرچی آمپ میرفت بالا، جریان میرفت بالا، سیمم شمارهش میرفت بالا. اینجا شماره ها برعکس. شما وقتی میگید سیم 12 گیج 12 یا 12 گیج، بزرگتر از 16 است. من نمیفهمم چرا این آمریکایی‌ها این کارا رو انجام دادن و چرا همینجور ادامه میدن. بعدم هیچ کدومشون بلد نیستن. اگر میخواین ازشون سوال کنید، به یکیش بگو که نمیدونم یک یارد مکعب چند فوت مکعبه، چند فیت مکعبه، یک مایل چند فوت، یه ایکر چند فوت مربع، هیچ که بلد نیست. و خب این سیستم به این سختی رو که آچارهاشون شما ببینید، تو ایران داشتیم آچار 7 میلیمتری، 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 میلیمتر. حالا اینجا شروع میشه 3 8 بعد مینیسه 4 16 و بعضی هاشون مینیسن 1 4 3 8 4 8 میشه چند؟ 1 2 اصلا یه افتضاحی. 3 8 4 8 5 8 6 8 میشه 3 4 یک مسخره. خودشون هم نمیدونن. به یکیش بگو آقا چرا 916 من بده یه ساعت بار رو جلش نگاه کنه، نمیفهمه چجوری. ولی شما بگو آقا آچار 10 میلیمتری، شما میدونی این باکست از 7 میلیمتری شروع شده، 4می 7 8 9 این 4می 10 میلیمتری. در صورت اینم این ماجراها. در رابطه با این کتاب، این دوست ما به من گفت که این کتاب 16 قسمت ایشون فرستاد. گفت اولا اگه میشه این بخش ها رو شما بکنش یه بخش. اون قسمت چه خودم انجام دادم، قبلا هم این کار رو برای آقای انصاری کتاباش انجام داده بودم، بلد بود. کامباین میکنی پی دی اف ها رو که فرستاده، یه برنامه هست کامباین. اوکی. خب حالا کامباین شد، شد یه کتاب 131 صفحه‌ای با حجم 155 مگابایت. اینجا مگابیت نیست، این مگابایت. و ما تنها جایی که بلد بودیم این گوگل درایو که مجانی میاد. بعد یادت میره که آقا خود من مردم تیوی رو دارم با این همه جا، چرا بیام بزنم رو گوگل درایو؟ وقتی رفتیم گذاشتیم رو گوگل درایو، دو سه بار هی نشستیم هی این برنامه رو فرستادیم، هی جواب میداد که یه اشکالی پیش اومده، حالا میخوای دانلودش کنی؟ میگم آخه احمق، منی که اینجا دارم برای تو فرستادمش، تو به من میگی یه اشکالی داره، حالا بخوام اونو دانلود کنم که این فایل اصلیم هم خراب کنه؟ والا من نمیدونم این بچه هایی که این پروگرام ها رو میخونم باید یه سری آدم های مثل من و 60-50 ساله اینا رو استخدام کنن بیاییم بشینیم اشکال برنامه هاشون بگیم. البته اونا میگن برو آقا ما که این برنامه رو برای شما ننوشتیم، ما این برنامه رو برای اون 30-40 سال هایی نوشتیم. از بچه تون یه بار سوال کنید، هیچ کدام از این بچه‌های جدید نسل بعد من و شما دیگه کانسپت چیزها رو نمیدونن، یعنی نمیدونه چرا این اینجوری کار میکنه. میگه من چه کار دارم، داره کارم انجام میده. شایدم اونا درست میگن. شما خیلی از خانما، نمیخوام توهین کنیم به خانما خدا نکرده، ماشین اصلا نمیدونن گاردون کجاست، پلوس کجاست، چرخ زاپاس کجاست،
رانندگی میکنه، صبح میره سر کار میاد، بچه رو میبره مدرسه میاره، میره دکتر میاد، اشکالی هم نداره. ولی خیلی از من و شما که اون کانسپتشو میدونیم، چیشو میدونیم، همیشه در حالت نگرانی به سر میبریم، داریم رانندگی میکنیم، مثلا یه سنگ کوچولو رفته وسط این تایرا، نقش تایرا، حالا درم بازه، این هیک دور میزنه میگه چلاق، شما اولا فکر کنی یه چی شکسته، شیشه رو میکشی پایین، رادیو خاموش میکنی ببینم چیه، بعد میگه ای داد بیداد، یه میخ رفته تو ماشینم پنچر شده، حالا میخ رو بکشم بیرون چیکار کنم؟ میخ در صورت که اگه وایسی میبینی آقا یه ریگ کوچولوه رفته، تازه بعضی وقتا اگه تند بری اون نیروی گریز از مرکز این رو شوت میکنه بیرون. در صورت این هم گفت چی؟ خوشبخت سربی که خر آمد الاغ رفت، بیچاره توی تماشاگر که گرفتار عقل شدی. چی بگم بهتون؟ و اما ببینیم که این دوستان چی میگن. خب آها، میخوام این صفحه رو بهتون نشون بدم و جالبه، ما یه چند تا از این چوبای دک اینجا میگن بالکونی بهش میگن، نمیدونم تو ایرانی میگفتیم بالکونی، شکسته و آفتاب و گرما و سرما و اینها، اون روز دنبال چوب میگشتیم که چوب بخریم یا پلاستیک بزنیم، دیدیم بابا پلاستیک سه برابر قیمتش. و ببینید دوستان، امروز که اینو باز کردم دیدم وسایل و آچار، حالا چرا ستاش هم یکی، اینم اشکال گوگله، گوگل باید اینا رو به اصطلاح چیزای مختلف بذاره. در صورت زدم که ببینم این آقای حمید نصیری که لطف کرد و وقتی ما اون رو روی گوگل درایو نتونستیم بذاریم، احتمالاً به خاطر حجم زیاد، روی وبسایت خود ما روی مردم تیوی گذاشت و گذاشته اینجا. شما هم وقتی روی صفحه مردم تیوی باشید، این خاطره ها و تاریخچه که اینجا به ترتیب میاد دور میزنه، روش کلیک کنید شما رو میبره توی اون صفحه. حالا اگه میخواین واقعاً به اصطلاح ببینیم کجا به کجاست، یه بار وقتی هم شما هستید امتحان میکنیم، این امتحان هم شاید زمان خوبی باشه که زمانشو بگیریم که آقای حمید نصیری هم ببینه از زمانی که ما باز میکنیم صفحه چیز رو تا زمانی که مردم تیوی، اجازه بدین دوستان ببخشید، از زمانی که ما این صفحه رو کلیک میکنیم تا زمانی که مردم تیوی لود میشه چقدره. من ازش خواهش میکنم این ویکند اگه میشه آقا تمام چیزایی رو که زیر صفحه کامپیوترت هست بردار، دوتا فایل درست کن، اونا رو بردار فعلا، ببینیم سرعت این چی میشه. ایشون من گفت عکسایی رو که من گذاشتم احتمالاً حجمشون زیاده، اونا طول میکشه تا لود بشه، ولی من امروز متوجه شدم حتی صفحه اصلی هم طول میکشه. باید چیکار کنیم؟ ترابل شوتینگ کنیم، ایبیابی کنیم، از اینجا تا اینجا برق میاد، اینجا تا اینجا نمیاد، اینجا اشکال دیگه بگید پیداش کنیم. ببینید دوستان، من الان این صفحه کامپیوتر خودم به شما نشون میدم و میام اینجا میگم ما رو ببر مردم تیوی، مردم تیوی هم خانه ماست دیگه، این رو خانه اینجا کلیک میکنم، ببینید چقدر طول میشه. بله ببینید، خب الحمدلله اولیش همون خاطره ها آمد. وقتی این خاطره ها آمد، اگه یه چیز دیدید رد شد، دوتا پیکان مثل راهنمای چپ راست فلش اینجاست، اینو میزنید روی این کلیک میکنید، روی این که کلیک میکنید شما رو میبره توی یک صفحه‌ای که نوشته mardomtv.com/book کتاب. و این چون حجمش زیاده، باز همون ماجرا، یکم طول میکشه تا لود بشه، 131 صفحه کتاب هست. من این کتاب را از این جهت دوست دارم که ننوشته استاد عالی جناب با 70 سال سابقه در نمیدونم دزدی های مختلف، با مقام های دست شاهبوس، با مقام های فلان، نوشته یک دانش آموز. یعنی من و شما وقتی میریم اونجا به خودمون میگیم ای کاش منم یه همچین کاری انجام بدم. و این کتاب دوستان در حین به اصطلاح در این ویکند، من ویکند قبلم قول دادم ولی نتونستم چون همین مشکلات بود، در این ویکند خوندم حدود 40 خورده صفحهشو خوندم، بیشتر میخونیم و ببینیم چی میگن. بذارید من این صفحه رو اینجوری کنم که توی یک صفحه دیده بشه. نه نمیخوام دانلود کنم بابا، این دیگه چیه خدایا، این منها باز منها باز منها باز منها. بله
این هر یه صفحهش به این صورت دیده میشه، select area، و اینه دیگه. میبینید این صفحه یک، اینجا بغلش میزنید صفحه دو، صفحه سه، همینجوری میبردتون. کتاب خوبیه چون عکسای خودشون هم گذاشتن، توضیح میده که من از بچگی علاقه به عکاسی داشتم. بعد که میخونید شما میبینید که این تصمیم دولت‌ها، سران، دیکتاتورها، آدمای بزرگتر تو زندگی این بچه‌ها چه تأثیری میذاره، و ایشون شما رو با خودش برده به دوران کودکی و برمیگردونه به حالا که پدره، پدر بزرگه و هر چیز. در صورت من به نوبه خودم از ایشون ممنونم. بارها گفتم اونایی که خاطرات خودشون، تجربیات خودشون رو با دیگران در میون میذارن آدم‌های صادق و روراستی هستن. حالا یه سری به خاطر پول در آوردن و اینها میرن کتاب می‌نویسن، میخوان از اون کلا، از اون نمد کلاهی بسازن، آقای فخرآور. ولی یه سری مثل آقای چمنارا، مثل این دوستمون، اینها فکر میکنن که یک وظیفه‌ای بهشون محول شده، باید این رو انجام بدن، و این وظیفه رسوندن خبر یا اون گزارش دورانیه که زندگی کردن یا اون تجربه‌ای که یاد گرفتن. من به نوبه خودم ممنونم. و اینا هم ببینیم معمولا کتاباشون مجانیه. هروی بابک کتابشون میگه 15 دلار، میگه هر کی نداره من بهش مجانی میدم، پول پستم براش میفرستم. یعنی چی؟ یعنی بابا اونی که 15 دلار میده شاید خرج 3 تا کتابو بده که هروی این 3 تا کتابو به 3 نفر دیگه برسونه. یعنی شما یه 15 دلار میدی این کتابو میگیری، کهنه سرباز، کتابت رو میزم هنوزا. این دوستان وقتا وقتی اذیت میکردن معلم میگو پروند، نازم میگو پرونده زیر بغلمه. البته پرونده زیر بغلت این بود که اونا هم بعض وقتا میگفتن کاری نکن پرونده تو بدم زیر بغلت اخراج بشی، چیزایی میگفتن. خب و اما بریم سراغ آقای چمنارا. امروز سعی کردم همه چیز ردیف باشه، نوشته شده باشه. این رو هم از صدقه سر چه اینجوری بگیم، چه تعارف کنیم، این رو هم از لطفی که آقای پتیک کرد و به ما گفت آقا اول برنامه بگو کجا به کجاست تا ما بفهمیم داریم کجا میایم، تکلیفمون چی هست، از ایشون ممنونم. بفرمایید دوستان. این یک نوشته ای از فیسبوک. فیسبوک جای خوبیه به شرطی که ازش درست استفاده کنیم. بنده برنامه ای دارم اینجا، یه دونه بیننده دارم، یه دونه همین برام میذارم تو فیسبوک. فیسبوک هم به دروغ به من میگه آقا 500 نفر اومدن دیدن. چکاش میذارمش تو مردم تیوی میگه 600 نفر اومدن دیدن. میذارم روی یوتیوب میگه 777 نفر اومدن دیدن. این نمبرا چی کار کرده تا امروز برای ما؟ بله آقای چمنارا نوشته آقای سوربی فقط دو نکته را خدمتتان عرض کنم. معنی شاه در شاهنامه برگزیده است. این یعنی همان شخصی که مردم بر میگزینند. لذا بهتر از شما از لغت دیگری برای طرفداران حکومت رضا شاه دوم استفاده کنید. یعنی چی؟ منظورتون شاه اللهی نگیم، منظورتون طرفدار پادشاهی نگیم. و مگر آقای چمنارا هر کلمه ای تو هر کتابی باید یه معنی خاص خودش رو بده؟ خب اگه اینجوری باشه که ما چرا ایراد میگیریم از آخونده ها که میگیم آقا اینا میگن تو قرآن اینجا که خدا گفته رحیم و نمیدونم خوب باشه، نه منظورش رحیم پدر سوخته است. شما شاه رو برید تو فرهنگ ده خدا، فرهنگ معین، نمیدونم پارسی داد فلان بزنید، نوشته بزرگ، دفترهای بزرگ رو میگفتن شاه دفتر، خیابونهای بزرگ رو میگفتن، جادهای بزرگ رو میگفتن شاه را. شاه به معنی بزرگه. کجاش نوشته به معنی منتخب مردم؟ بعد برای این دوستمون میگم خب دوست عزیز شما بیا would you please name one king، میگم شما میتونی یک پادشاهی رو به من بگی که مردم انتخاب کرده بودن؟ بعد ببینید جواب چی میده دوست. نگید آخوندا سفسطه میکنن، من و شما بدونی که بدونیم داریم سفسطه میکنیم. میگه در قدیم ها، دیگه قدیم ها نباید بگیم، در قدیم انتخابات رسم روزگار نبوده، بیشتر بیعت میکردن. منظورم فقط معنی کلمه شاه بود، نه آن که وارد این بحث مفصل بشوم. من برای ایشون نوشتم آقا خود شما نوشتی این یعنی همان شخصی که مردم برمیگزینن، و ضمناً بیعت کردن همین رأی دادن بوده. آقا اینجا خونه نمیدونم معاویه بوده،
اونجا خونه اون بوده. یعنی اینجا این سوراخ کارت برای هیلری کلینتون، چه سوراخ هیلری کلینتون، این یکی برای ترامپ بوده. شما میری تو اونوری رای میدی بیعت میکنی، میای تو اینوری رای میدی بیعت میکنی. بعضی هم این وسط به دوتاشون بیعت میکنن که هر کدوم رسیدن سر کار هوای اونو داشته باشن. افرادی مثل ترامپ تا حالا این کار کردن و من متوجه نمیشم آقای چمنارا. و وقتی من متوجه نشم، مطمئن باشید که خیلی از دوستانی هم که با من هم تو حزب خران هستن، هم جزو احمقا خودشونو میدونن، یعنی جزو نادانها، کلمه احمق خوب نیست، فکر کنم کلمه نادان بهتره. نادان، همه ما نادان هست. تا آمریکایی هم میگن ما نمیدونیم چقدر نمیدونیم، یعنی ما نادانیم که نمیدونیم چقدر نمیدونیم. و در هر صورت به نظر من شما بی خود نیست، تو رادیو تلویزیون های مختلف هم بهتون حمله میکنن. دلیلش اینی که یک کلمه ای رو میگید، بعد میگید من نمیخواستم داخل این بحث بشم. آقا من که نمیخواستم داخل بحث بشم، شما این کلمه رو گفتید. و دوم، ایشون نوشته قسمت دیگر در مورد کوروش، بذارید من نشون بدم دوستان. البته آقای چمنارا تا حالا هیچ وقت یه چیزی رو ننوشته بعد که ما میگیم بگی نه من همچی چیزی ننوشتم. بنده خدا پای حرفشم وایستاده و من از این باید از من. ایشون نوشته دیگر در مورد کوروش به یاد داشته باشید آنچه از او به جا مانده مملکت گذاری یا مملکت داری، ببخشید مملکت داری این شخص و فرمان او نوشته شده در لوح کوروش است. لذا تئوری هایی که او فرزند چه مادری بود را فراموش کن. همانطوری که جورج واشنگتن و آمریکا و فلان اینا، کسی به سوابق کار خانوادگی و کارهای او قبل از استقلال آمریکا کاری ندارد. آقا این چه حرفی میزنی آقای چمنارا؟ شما واقعا نرفتی بخونی بابای جورج واشنگتن کی بوده، مادرش کی بوده، اینا اصلش از کدوم کشور اومدن؟ اگه شما خوندی، خب اون یکی هم حق داره بیاد راجع به کوروش بخونه، بعد راجع به مملکت داری میگی؟ شما که امروز صاحب نیروگاه برق هستی، یه شرکت موفقی داری از لحاظ درآمد و اینها، آیا حاضری بری دنبال کسی که یه شرکتی زده و شکست کرده، شرکت دوم رو زده با کارگراش بدرفتاری کرده، کارگرها آتشی زدن، شرکت سوم رو زده نمیدونم باز دوباره هستی و نیستیش از دست داده، شما که نمیری دنبال او؟ کوروش چه مملکت داری کرده که سرش رو اونجوری بریدن، کشورش رو اینجوری به آتش کشیدن، زنان ایرانی رو اینجوری نمیدونم سربازای یونانی بردن؟ آقا نکنید، والا نگید، اصلا فراموش کنید. اگه شما من میگی مادر کوروش کی بوده فراموش کن، شما خود کوروش رو هم فراموش کن، بشینیم از امروز حرف بزنیم. منتظر ویدیوهای شما خواهیم بود. این دوستانم نمیان مثلا بعد تابستون میشه دیگه میخوام برم مسافرت، دیگه برنامه تعطیل میشه. ضمن دوستان از ورایزون برای ما آمده بود، چون ما اینجا سرعت 150 و 150 به اصطلاح اون پولی بود که برای بیزینس میدادیم برای اینترنت، یه نامه آمد که ما مجانی سرعت شما را از 150 به 1000 میبریم. گفتیم عجب آدم های خوبی هستن. و بالاخره تو آمریکا یه چیز مجانی گیر ما اومد، هنوز خوشحالیمون خشک نشده بود، یه نامه و ایمیل آمد که از دوشنبه میخوایم بیایم و کیبلای فلان رو بوستر بذاریم و فلان کنیم و اینها، و تا جمعه کار داره، یعنی درست 5 روز هفته آینده رو اینا میخوان بیان اینجا. کند و کاو هم نمی کنن، همش کیبلا توی میگم این منطقه‌ای که ما هستیم نسبتا جدیده، سیمکشی برقش تو هوا آویزون نیست مثل خط تلگراف و اینها، جاده‌های وسترن قدیمی و اینها، ولی با همه اینها وقتی میان باید یه کارایی رو به اصطلاح ما پیش بینی کنیم. و من به دوستان در کانون آوا گفتم اینجوریه، این دوستان گفتن که به اصطلاح برای امروز که ویدیو دارن نشون دادیم، پخش شد هم به موقع از تلویزیون مردم هم از فیسبوک، امیدوارم دوشنبه چهارشنبه جمعه هم ما بتونیم برنامه هامون رو داشته باشیم. پس هم به این دلیل هم به یه دلیلی که گفتم به اصطلاح قراری هم با آقای هروی نداشتم برای دوشنبه، ولی احتمالاً دوشنبه و چهارشنبه و جمعه هفته آینده رو من سعی میکنم مهمانی نداشته باشم که اگر اینترنتی قطع شد وصل شد من باشم و شما و به اصطلاح جلو دوستان شرمنده نشیم. و قسمت دیگه این که خب اگه برنامه های بابک هروی رو دوست دارین، فقط روی
فیسبوک وقتی میان هی نگید قربونت برم، صدقت بشم، فدات بشم، تماس بگیرید بگید آقا من حاضرم 50% مخارج رو بدم، که سربی هم بگه خب منم 50% میدم، یکی بیاد بگه 25% میدم، یکی دیگه هم بگه 25% میدم، اینجوری باشه اون ماجرای همه بکنید یاری تا بیننده بکنه نمیدونم تلویزیون داری نباشه. در صورت این چیزایی که من دوست داشتم به شما بگم و دارم میگم. پس این ماجرای آقای چمنارا شاه یعنی برگزیده، همان شخصی که مردم برمیگزینن، نه و اصلا همچین چیزی نبوده. شماها دارید یه چیزایی رو یا به اشتباه یا به دروغ به مردم میگید. من مثل این میمونه که یه جای فوش بدم وقتی گیر افتادم بگم نه آقا منظور من از این که به شما گفتم پدر سوخته این بوده که اینقدر پدرتون خوبه که از گرما سوخته شده. آقا نکنید این کارو. وقتی به یکی میگی پدر سوخته، اگر گرفتنت خواستن کتکت بزنن بگو آقا غلط کردم، اشتباه کردم، معذرت میخوام. ولی دروغ نگیم. شاهان را انتخاب میکردن و یک کفتر دور میزده رو سر هر کی مینشسته فلان اینا رو بریز، آقا هر کی اومده برادر خودشو کشته، پدر خودشو کشته، رفته نسل قبلی، نمیدونم اون حکومت قبلی رو از بین برده شده شاه. چرا دروغ میگیم به خودمون؟ و وقتی یکی میگه آقا یه اسمیار کم میاری، میگیم نه آقا حالا ببین این شاه میبینی تو شاهنامه منظورش یه، حالا شما برو تو مثنوی منظورش اونه. ولمون کن دعوا تو خود. کتاب خاطره ها و تاریخ نوشته یک دانش آموز رو روی فیسبوک مردم تیوی صفحه اول میبینید، ولی باید صبر کنید این اسلایدها بیاد بره یا یاد بگیرید اینا رو تا خودتون دیدید بزنید اون چیزی که میخواین. آرشیو آقای انصاری، شماره تلفن تماس برای گوش دادن، شماره تلفن تماس برای پیام گذاشتن، و همونجا هم باز ما گذاشتیم حمایت از تلویزیون مردم. و اما آقای ترامپ به زودی از ایرانی ها کمک میخواهد. آقا این چه خبریه که فقط شما تلویزیون مردم دارید؟ آقا چی بگم دیگه، ما نزدیکترین تلویزیون هستیم به کاخ سفید. حالا درسته که ایشون تو فرانسه احمق رفته اونجا داره به این پیرزن رئیس جمهور، یعنی زن پیری که همسر رئیس جمهور فرانسه هست، میخواد بگه که او مثلا من فکر چقدر خوبه شما، من فکر کردم تو یک عجوزه هستی، ولی حالا میبینم که هم هیکلت خوبه هم برای سنت قیافش خوبه. حالا با وجودی که ایشون رفته بود اونجا، ولی به خودش زحمت داد و گفت که آقای سوربی این همه این دوستان ایرانی میگن ما ترامپ بیاد ایرانو بزنیم، ترامپ بیاد نمیدونم دیوار بزنیم، ترامپ بیاد اینو بزنیم، ترامپ بیاد اونو بزنیم، بهشون بگو چه نشستی که ترامپ دارن میزننش از چپ و از راست و به زودی ممکنه همه خانوادهش برن زندان. نمیخوایم بگیم خائن، چون اتفاقا سناتور همین منطقه ما آقای چیز بخواست تیم میخواست نخست وزیر هیلری کلینتون هم بود، این به اشتباه گفت که پسر ترامپ خائنه. کلمه خائن یا تریزن توی انگلیسی معنیش اینه کسانی که میرن کمک دشمن، یعنی تو کلمه خارجی اگه بخوای شما چی کنیم، مثلا مجاهدین خائنه. مجاهدین زمانی که ایرانی ها در جنگ بودن با عراق، اینا رفتن با عراقی ها کمک کردن، اینا خائن حساب میشن. ولی این آقای ترامپ که اونا اومدن بهش گفتن آقا ما یه اطلاعاتی داریم، این خائن نیست، این جرم داره، مجرمه. حالا این جرمای جنحه و جنایی و اینها هم من نمیدونم. اتفاقا یه وکیل ایرانی از ایران اومده بود اینجا، من باهاش صحبت میکردم، گفتم شما چه نوع چیزایی رو تو ایران انجام میدید؟ اینجا مثلا میگن وکیل خانواده است، وکیل کورپوریشنه، وکیل فلانه. ایشون یه کلمه ای رو گفت، من متوجه نشدم، گفتم این کلمه یعنی چی در ایرانی؟ گفت کریمینال، من پرونده های جنایی رو انجام نمیدم و نمیدونم دیگه حالا چه چیزای دیگر رو کاور میکنن نمیدونم. و اما اونایی که منتظر آقای رضا مشایخی بودیم با ویدیوهاشون، ما دو بار سه بار بهشون گفتیم اگر ویدیویی درست کنن ما مجانی پخش میکنیم، ولی بهتون گفتم دوستان نمیشه انتظار داشت از کسی بیاد وقتشو بذاره، وقتشی که حالا یا میتونه با دوست دخترش باشه، یا میتونه با دوستاش بره ورزش کنه، یا میتونه با همسرش باشه، یا میتونه با فرزندش باشه، بیاد بشینه برای من و شما صحبت کنه مجانی. اگه یک کسی هم آمد مجانی صحبت کرد، این مثل سوربی یا مغزش یه جایش میلنگه کم داره، یا اینکه یه عشق و علاقه تو دلش هست، دوربین رو دوست داره، شما رو دوست داره. شما نمیتونید به همه بگید مثل این باش،
شما میتونید خودتون هر جوری میخواین باش، برید هر جوری میخواین باش. همین چیزی که به اون دوست نادانمون گفتیم که فکر میکنه سه زبان بلده، قربون یه زبان. یادتون این آقای حقا میگم من 18 تا زبان بلدم؟ گفتم آقا شما یه صفحه از هر زبانی که میگی، همون حتی زبان یزدی، یه صفحه بیار از اول تا آخر بخون، ما بذاریم اینجا ببینیم چند نفر به تو میگن اشتباه. ما نمیدونم در حقیقت اینایی که هی میگیم زبان بلدیم و فلان، میگه که کمتر میفهمیم، افتخار میکنیم بیشتر زبان میدونیم، ولی کمتر همون یه زبان رو میفهمیم و درک میکنیم. و اما آرش اصلانی میگه آقا تو که منو دغمگ کردی، چی شد قرار شد این بوم 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 ایرانو نشون بدی؟ بذارید ببینیم. بوم 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 ایران، یا اینا میگن بامب 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 ایران. این یک رسیدی هست که چند روز گذشته روی اینترنت و اینها بود، و اگه اشتباه نکنم آقای سیگارچی یا یه آقای دیگه بزنیم، حالا شاید اسمش باشه روی این رسید، از یکی از این رادیو تلویزیون ها که در تگزاس بوده، رفته یه فروشگاهی $1.98 یه چیزی خریده، 2000 تا چیکن فیت ایچ 2000 پاچه مرغ خریده. چی خریده نمیدونم. اسم اون امپلوی الکس، این زی اسم این آقا، خط کشیده که چی نباشیم، خب ابی هم نداره چون با کردیت کارتش خریده. دوستان اینجا واقعا بعضی وقتا یه چیزی میخرین 5 سنت با کردیت کارت میدید، چون هم راحته، شما نمیخواید یه دلار بدی حالا 95 سنت پول خورد تو جیب جلینگ جلینگ کنه، و اونا هم راحت تره. و اما زیر این پایین که ایشون متوجه شده، دیده که ای بابا شما مثلا زیر رسیدا نوشته دفعه دیگه اگه بیاین اینجا این رسید رو نشون بدید ما $1 بهتون تخفیف میدیم، یا دفعه دیگه که بیاین اینجا یا آبنوار یا یه بستنی مجانی بهتون میدیم. میگه این آمده این زیر نوشته بمب 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 ایران. دوستان این وقتی که این آقای جان مکین احمق نادان پیر خرفت، کسی که تو جنگای ویتنام بوده، حالا شانسی زدن بهش افتاده اسیر شده و اینها، این از اسیر بودنش داره همینجوری نون میخوره، الان از 55 ساله نمیدونم چقدر از اون جنگا میگذره، ایشون همینجوری سناتوره و انقدر دیگه خرف و نادان و پولدار شده که ازش پرسیدن شما چند تا خونه داری؟ گفت من نمیدونم چند تا خونه دارم، باید زنگ بزنم و از اون کسی که حسابدار ما هست بفهمم ما چند تا خونه داریم، چند تا ملک داریم و الی آخر. این آدم وقتی که داشت برای رئیس جمهور شدن تلاش میکرد، گفت که خب همین مثل ترامپ من ایرانو میزنم، من عربستانو این کارو میکنم. من فکر میکنم ترامپ اگه ایرانم بره وای میسه چاپلوسی آخوندا، که آخوندا چنینن و چنان، چون دیدیم حرفای ترامپی که داشت نامزد بود برای انتخابات و ترامپی که بعدا رئیس جمهور شد درست 180 درجه تغییر کرد، زیر و رو شد. این وقتی میگن 180 درجه، دوستان اگه شما روی دایره 180 درجه رو به اصطلاح بگید من دارم از این ور میرم، حالا 180 درجه میرم، حقیقتا باز اونم میشه همون سمت و سو، یا 360 درجه میشه همون، ولی میگن خب 180 درجه در خلاف برخلاف اونه و این رسم شده. ولی روی نقاله اگه شما بکشی یه خطی رو 180 درجه بری اون ور دوباره بری، اون خط در امتداد همون خط اولی. من گفتم که ما حالا زنگ میزنیم به این، یادم اون وقتا هم که به این آقای توکلی زنگ میزدیم شماره تلفن، دوستان من این شماره تلفن این فروشگاه رو به شما نشون میدم، شما هم زنگ بزنید و به این آقا یا خانم هر کسی جواب میده نظرات خودتون رو بگید، شاید شما هم با اینا هم نظر باشید، شاید شما بگید بله آقا برو بزن بکش منم میام، ولی من با ایشون مخالفم و حالا مخالفتم رو با این تلفن رو هم تقدیم میکنم به این آقای آرش ارسلانی. ما یه ارسلانی هم داشتیم، کشتیگی بود، دانشجوی دانشگاه پهلوی بود و خیلی هیکل بزرگ و اینها داشت. اون موقع من 57 یا 62 کشتی میگرفتم، ایشون رو بالای 80 خورده اینا بود، فکر کنم 81 این چیزا رو یادم رفته، و وزنهای کشتی و اینها رو. خب دوستان شماره تلفن این فروشگاه که اسمش هم هست آرکولا، آرکولا توی ویرجینیا یه منطقه هست اسمش آرکولا هست، معنی من چیزشو نمیدونم، ولی اینجا نوشته
آرکولا فید، این خوراک و فلان اینا، یا جوجه و مرغ و کبوتر و فلان اینا. بعد نوشته هاردویر، بعد نوشته یونجه و نمیدونم پوتین و فلان اینها. خب معلومه دیگه، تو تگزاس شما اگه باشی پوتین نفروشی که فروشگاهت فروشگاه نیست. یه زنگ بزنیم ببینیم بنده خدا حالا اونجا چی میگه، مزاحم کارش هم بشیم اب نداره. این تلفن ما و این رو ببندیم که شما نبینید. 281 431 10 14. Hello, this is Sorby calling from Virginia. I'm a TV host. I'm calling about your printout for receipt. Yes, sir. That it says bomb, bomb, bomb Iran. Yes, sir. Do you know Iran, where Iran is? Because most of Americans, instead of Iran, they said Iran. And some of them, they make mistake between Iran and Iraq. Are you familiar with that area? Yeah, actually, that was, we don't know how it got on there. It was somebody got into our computer and put that on there, but as soon as we were notified about it, we took it off. And, oh, thank you so much. Very sorry, you know, it happened. Yeah, thank you so much, because if you read the history of Iran, I'm Iranian, and I'm against the government that is in Iran, but I'm talking on behalf of myself and our people. We never fight, we never do any terrorist act, and we try to be very civilized. And you know, I'm shocked when John McCain said some stupid thing like this, and I believe that one was the reason he lost. Anyway, I'm glad I called you, and I'm more glad that you said you took it off. Thank you very much. Have a lovely day. Yes, sir. You too. Thank you. Bye bye. خب دوستان، میگه که بابا ما اصلا نمیفهمیم این چجوری آمده روی رسید ما. حالا مثلا ممکن اون بچه‌ای که کار کامپیوتر و صندوق اینا رو انجام میده یه دفعه یه چیزی میخواسته بنویسه گذاشته اینجا، از این اتفاقا میفته، یا این که بنده خدا گذاشته بعد آمدن بهش گفتن آقا خب تو که خبر نداری هواپیمای ایرانی مسافر برای یه مش کارگر زحمتکش از شیراز به دبی بود، کجا بود؟ 290 تا. شما که میگین ما سوپر پاورین، تفاوت هواپیمای مسافربری رو با جت جنگی میگید ندونستیم، که دروغ میگید، زدید انداختید. اگه یه نفر از خانواده اینها از شما دلخور باشه، حالا بر حسب زمانه و اینها آمده باشه آمریکا زندگی کنه، بر حسب تصادف در تگزاس زندگی کنه، خب وقتی میبینه شما هواپیمای شخصی رو میندازید، بعد اینجا میگید بریم بمب بندازیم ایران، خب این آقا اگه عصبانی شد رفت یه کاری انجام داد، اون وقت شما به خودتون نمیگید من احمق این کارو کردم که این کارو کرد؟ شما اگه تو خیابون برید یه ماشین بپیچه جلوتون، شما اگه بوق بزنید برید پشتش بپیچه جلوش، بعد اون هفتیر در بیاره شما رو بکشه، شما به خودت نمیگی که بابا درست اون احمق بود، من هم از اون احمق‌تر این کارو کردم که اون برگرده این کارو بکنه؟ اینا رو اگر ادامه بدیم، ممنونم اون کسی که اینو پیدا کرده، من نمیدونم این آقای سیگارچی بوده یا یکی دیگه، اسمش اینجا ننوشته، arcola.com sales فلان بسار، در هر صورت این روی اینترنت بود و من قول اینو دادم. امیدوارم که آقای آرش اصلانی هم این بام 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 رو دیده باشه و اگر جایی هست که میتونه تلویزیون مردم رو حمایت کنه حمایت کنه. و اما دوستی که برای من این مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه ایرانی مبتلا به سرطان رو فرستاده بود، بعد برای من نوشت که آقای سوربی نظر شما چیه، چون میدونم که ایشون منو میشناسه، من سالهاست که دارم میگم اینایی که بچه هاشون رو در سنین کم فشار میارن تو برو بشو قهرمان شنا، برو بشو قهرمان پیانو زدن، برو بشو قهرمان کاراته، اینا بعدن بچه هاشون به اصطلاح تو زندگی آدمای موفقی نیستن. همین تو آمریکا یک مردی رو نشون میداد که پدرش خیلی علاقه داشته این کاراته و بوکس و فوتبال و اینها، ایشون 17 سالش که میشه میگه از فشار درد بدن دوستان میگفتن خب اینجا درد میکنه اینو بکش، اونجا درد میکنه اونو بکش، منم میکشیدم میدیدم خوب میشم، بعد میگفتن بده، میگفتن دیگه حالا نداریم، اگه میخوای باید اینو ببری بفروشی به فلانی تا یه قدم گیر خودت بیاد، میفروشه و فلان اینها، بعد بهش میدن 14 سال زندان.
روزی که من عکس این خانم رو نشون دادم، خب حالا خیلی ها مدل موهاشون دوست دارن کوتاه باشه، خیلی خانمایی که لزبیان هستن، هم جنسگرا هستن، موهاشون کوتاه میکنن، و این موهای کوتاه این خانم و این عکسی که فرستاده بودن، یه خانم بسیار لاغر و اینها، باور کنید من دلم برای سوخ، گفتم این بنده خدا از بس تو فکر ریاضی و اینها هست مثل که اصلا یادش میره خوراک بخور، و حالا هم گفتن که مریض سرطان داره. بیایم اونایی که به دعا باور داریم دعا کنیم. من اینکه به امید باور دارم، نه امید امیدوارا، امید اگه ببینم، اگه ببینم مجبورت میکنم دو تا آبجو برای من بخرم. اگه اونایی که به امید امیدواریم، امیدوار باشیم این خانم از این بیماری سرطان نجات پیدا کنه. اونایی که دعا میکنید دعا کنید، همین خانم، هر خونه‌های خودتون، خانواده خودتون کسی مریض هست، بشر میگم هی میگه ما رفتیم به کره، ما رسیدیم، داریم میریم کره مریخ، کره زهره، کره فلان، آقا برو دنبال کارت، دوای سرماخوردگی هنوز نیست، دوای سرماخوردگی نیست، سرطان که دیگه بمانه. اینم از این ماجرا. در هر صورت خب دیگه چیا رو باید بگم؟ بله، آها، دوستان طرفدار ترامپ عجب منطقی دارن. این آقای هروی من گفت که من به ترامپ رای ندادم، من رای دادم که هلری نشه. گفتم کاکو حالا دیگه کلای شرعی سر اون میذاری، مثل اونایی که تو ایران رای دادن به روحانی که رئیسی نشه. بعد ایشون خب اینم بلده دیگه، حالا نمیخوام بگم سفسطه میکنه، اینم بلده چجوری بحث و گفتگو کنه، گفت که نه آقا شما ایران رو با اینجا نمیتونی مقایسه کنی، اینجا رئیس جمهور و اینها همشون به اصطلاح زیر حکم دادگاه هستن. گفتم صبر کن، صبر کن، تون نه، شما درست سوئدی هستی ولی ما آلمانی هستیم. اینجا تو ایران آخوندا و اینا همشون حالا یک مافیای آخوندی هست یا یک رهبری هست یا خبرگانه یا تشکیل صلاحیت چیه، تشخیص صلاحیت اونجاست، اینجا اسمش کورپوریشن، کورپوریشن ها اینا رو انتخاب میکنن. بعد شما میگی دادگاه، منظورت چیه؟ سوپریم کورت، سوپریم کورتی که هر رئیس جمهوری میاد سعی میکنه چه یکیشون اگه اینا تا نمیرن عوض نمیشن، چه وقتی یکیشون میمیره این سعی میکنه یک قاضی بیاره که قاضی در جهت این رأی میده. شما به این سوپریم کورت باور داری؟ بله، بهتر از اونجا هست. دلیلش همیه که من اینجا هستم، دلیلش همیه که من پاسپورت آلمانی نگرفتم آمدم اینجا. ولی آقای بابک هروی، دوست نازنین من، اگه اینجا هم من و شما به اشتباه مثل شاه و لایای احمق هی بگیم بله همه چی درسته، قدرش هم بدونین، نازش هم بکشین، اینجا از ایران بدتر میشه، چون اینجا با همون سرعتی که خوب شد تو 200 سال به اونجا رسید، حالا 35 سال اینجوری داغون شده، 231 سال یه هم چیزی، 241 سال اینجا سرعت خراب شدنش هم همون جوریه. تازه همه میدونیم که بالا رفتن، بالا رفتن خیلی مشکله، باید نیرو داشته باشی، سوخت داشته باشی تو بری بالا، هم ولی از اون بالا که بلش کنی با سرعت میاد پایین. اینم از این ماجرا. درستان ممنون و متشکرم از آقای بابک ایروی. اگه میخواین با خودشون تماس بگیرید، بهشون پیشنهاد بدید 20 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، 2000 دلار، 10000 دلار، 1 میلیون، اونها با من تماس بگیرن و من اینجا نمیخوام این کار رو انجام بدم که به اصطلاح البته اونم اشکالی نداره، یه ایمیل یکی بفرسته پولشو بده، پولا رو برای اون میفرستیم اینها، ولی این کار چون با آقای دکتر نصر احمدی، یک احمقی بود آمد و به این بنده خدا که از تکنیک و اینها چیزی نمیدونه، و این کار رو در رابطه با امید امیدوار شایان کاویانی و اون یکی کی آبرامیان دیوانم کردن که مثلا به امید زنگ میزدن میگفتن به آبرامیان 1000 دلار دادن، بعد آبرامیان میگه آقا به من ندادن، حالا کی دروغ میگه من نمیدونستم، نمیدونم. برای این ما به این آقای احمدی گفتیم آقای احمدی شما اینا دارن گذاشتن سر کار، شما وقت منو نگی، برو به اون طرف بگو آقا پول دادی به سوربی، پول تو پس بگی، برای خودت پول بفرسه، دروغ میگن. در صورت نمیدونم، بعضی وقتا واقعا یه چیزی که میگیم نمیدونیم چجوری باید اجراش کنیم. امیدوارم قوه و توان این کار رو داشته باشیم. داماد ترامپ 500 میلیون دلار از قطر پول میخواهد. این اگه ترجمه فارسیش به من برسه براتون میخونم، چون مقاله انگلیسیش خیلی طولانیه. گویا همین ماجرایی که قطر الان کشورهای عربی
به اصطلاح میگن این تروریست رو حمایت میکنه و از دایره خودشون کردن بیرون، میگن اصل ماجرا رو این جرد کوشنر، این یهودی اصل صهیونیست راه انداخته و خودش هم با افتخار گفته که ببینید بعد از سفر من این اتفاق افتاد و تا دیروز هم قطر قبول نمی کرد این حرفای عربستان سعودی و دیگران رو و می گفت که اینا بی خود میگن و اون شرایطی رو که اینها گفتن قبول نکردن. اینجا نوشتن حمایت از برنامه های من تلویزیون مردم، تبلیغ در فیسبوک برای بیش از 13500 نفر. ما با وجود که 8880 تا اینجا داریم، 5000 تا اونجا داریم، جمع دوتاش 13000 رو هرچی میشه گفتیم بیش از 13500 تا، که 2300 تا هم کم گفته باشیم. ای کاش آخوندا و اینها هم، بذارید من ببینم این تصویر اینو میتونم پیدا کنم، عکس آخوند و اینها رو بهتون نشون بدم. تار مو، این عکس رو آقای مسعود سهیلی برای من فرستاده و بالاش اینجوری نوشتن. دوستان اجازه بدین، گفتم ایتون یه آقای کشتیگیری اردشیر سامتینگ اومد فوش و فحاشی اینها، بعدم که ما ازش دعوت کردیم رفت، فهمید مثل که بد جایی اومده. اون دفعه من گفته بودم ما با 7000 سال تاریخ و اینها هنوز از فیسبوک بلد نیستیم استفاده کنیم، بعد ایشون برداشته و زیرش به من فوش داده بود، توهین کرده بود و من برایش نوشتم آقا چرا توهین میکنی؟ خب بیا شما بگو استفاده بلدی تا من روزی 15000 تاشو بهت نشون بدم. طرف عکس مرغابی گذاشته، اسمش نوشته سیروس هخامنشی، اسب نمیدونم، عکس اسب گذاشته، اسمش گذاشته داریوش سوم. نگاه کنید دوستان، نوشته که سیم برق حتی اگر یک رشته اش هم بیرون باشد باعث برق گرفتگی میشود، خواهرم یک تار موی خیش را هم بیرون نگذار. ببینید من دارم اینو میگم، اینا یه عده از قیافشون که معلوم مذهبی هست و طرفدار اینا، اومدن یه شعاری نوشتن، اون احمقی که اومده اینو دست برده به جای این کاغذ سبز و کجه، این کاغذ اگه شما نگاه کنی زاویهش هم با این چوبی که دست این بچه هست اون درسته. میبینید دوستان، بذارید من اینو براتون بزرگ کنم تا ببینید چرا سربی میگه ما احمقیم. نگاه کنید دوستان، این قسمت رو میبینید سبزه، این دوتا کاغذ یا یه کاغذ یا یه مقوای تا شده بوده که این پسر بچه یا بابا و نانش یه چیزی نوشتن دادن دست این رو کشوندن اینجا. یه احمقی مثل من مثل شما آمده این سفید رو گذاشته روش و اینو نوشته. من میخوام از این احمق سوال کنم، بگم که خب که چی؟ شما اینو گذاشتی، اولا که آمدی بابا حرفای راستی که میزنن هزار تا ایراد داره، اونا رو بیاین منتشر کنید، اونا رو انتقاد کنید، نرید خودتون رو چوپان دروغگو کنید احمقا. حالا دوستان میگن چرا به اینا میگید احمقا؟ شما به اینا میگید چی؟ به اینا میگید پروفسور؟ خب این هم اینجا نوشتیم برای این دوستمون با کمک دوست خوبمون آقای حمید نصیری. کتاب شما از دیروز روی اینترنت قرار گرفت، این لینک هم تقدیم به شما برای دوستان خود ارسال کنید. دوستان اگر کسی لینک کتاب این دوستمون رو میخواد، خاطره ها و تاریخچه، اگه بلد نیست از روی اون لینکی که گذاشتیم توی مردم تیوی بگیره بفرسته برای من، میفرستم براتون میفرستم، ولی خیلی ساده است. نگاه کنید مردمتیوی.com ممیز، اینجا میگن forward slash، چون ممیز میدونی هم به طرف جلو داریم هم به طرف عقب، forward slash book book نقطه pdf، pdf هم که نوع فایله، فرمت فایله، فرمت کتابه دیگه. اینم در رابطه با این دوستمون تشکری که ما به ایشون به خاطر زحماتی که کشیده به اصطلاح چیز بدیم. یه جای دیگه من گفتم خلاصه اوضاع کشور در یک عکس، خوبه پتیک خوب بردیف میرم جلو، میگه راننده کشور بی در پیکر. اجازه بدیم من اینو بهتون نشون بدم، بله اینو بالاش نوشته راننده کشور بی در پیکر، یه ماشینی نشون میده، نه کاپوت داره، نه گلگیر داره، نه در داره، نه در باک داره، نه در نمیدونم شیشه داره، نه نمره داره، ولی یه آخوند نشسته اینجا داره رانندگی میکنه. حالا خب ما اینو که میذاریم یعنی ایران این ماشین قرازه است دوستان؟ یعنی ایران واقعا این ماشین قرازه است؟ بی در پیکره؟
باید شما یه لمبگینی عکس لمبگینی شاه رو میذاشتی و مینوشتی حالا ملا داره اینو میرونه خرابش میکنه. درستان من نمیفهمم و قشنگ حالا یا حقیقیه یا درست کردین این کار قشنگی. راننده کشور بی در پیکر و یک راننده یک آخوندی هست، شیخ هم هست، سید نیست به قول معروف. اوکی، شما فرستادی، ما هم نشون دادیم، ممنونیم. اگر دوست داشتید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. و اما بریم سراغ این بعدیش. ویدیوهایی رو تو قسمت‌های مختلف کانون آوا ارسال کرده از نشست‌ها و فراکسیونی که داشتن. نمیدونم چرا تظاهرات و گرد همایی و اینها رو توی اروپا میگن فراکسیون، اینجا فرکشن یا فراکسیون که میگن یه قسمتی از این چیزها رو میگن. در صورت خب آلمان به اصطلاح زبان‌ها فرق میکنه، زبان هر کشوری و اینها مال اونجا رو میگن. و اما یه دوستی برای من نوشته بود ایمیلی از یک قهرمان ملی، اسم اون طرف رو هم نوشته بود. من نوشتم که دوست عزیز، من بیشتر حرفایی که شما میزنید توی برنامه هام به اصطلاح بهشون مستند به اصطلاح استناد میکنم و به عنوان مستند نشون میدم و قبول دارم، ولی این که یه نفر 30 سال خودشو انداخته دست این آخوندا، زندان، به زور از زندان میکننش بیرون، میگن برو مرخصی، بعد بر میگرده، حالا دیگه نه دندون داره، نه پا داره، نه دست داره، تو موقعی که میره اونجا اعتصاب قضا میکنه، کاری میکنه که اونا بزننش، اذیتش کنن. آقا اونا کم اذیت و آزار میکنن؟ آقا اونا خوراک خوب بهت میدن، حالا میخوای تنبیهشون کنی خوراکای خوبو نخوری؟ من اینو نمیفهمم. آقا خانم، بیننده مخالف من، دشمن نادان احمق، حق دارم که یه چیزی رو نفهمم؟ من اینو نمیفهمم. من اگر رفتم زندان سعی میکنم اونجا قوی باشم. به چند دلیل، یکی زندانی های دیگه پدر صاحب بچه رو در نیارن، یکی سالم باشم، خوراک زیاد بخورم، خوب بخورم، سلامت بخورم، نه اینکه خودم رو نمیدونم اعتصاب قضا کنم. کدام یک از اینا تا حالا اعتصاب قضا کردن آزاد شدن و کدام یک وقتی آزاد شدن بدبخت یه مریضی دائمی نصیبش نشده؟ من اینو نمیفهمم. بعد شما هر کی رفت زندان و آمد بهش گفتید قهرمان، خب دارید روش رو عوض میکنید، سمبل عوض میشه. اگر قرار کسی بره خودش رو بندازه بکشه، 4 نفرم بکشه تا به هدفش برسه، اون قهرمانه. ضمن اینکه کار اشتباهیه، برو یه کاری بکن که اونا رو بکشه خودت کشته نشی، یا یه کاری بکن که نکشته پیروز بشی. در اصل برای ایشون گفتم، ایشون هم گفت که بله، ولی خب دیگه تو ایرانی که لقب قهرمانی رو چپ و راست به اینو اون میدن، خب ما میگم نکنید، خب شما جلوشو بگیرید. آقا مثل من، برای این دوستم نوشتم سر که نه در راه عزیزان بود بار گرانیش کشیدن به دوش. یعنی ما این ویدیو شما رو که نشون دادیم چنین و چنان انگار که حالا یک بار سنگینی رو بردیم به مقصد رسوندیم برای شما و فلان، تا ایشون اینو گفت گفتم راست میگه، من یه تعارف دروغ کردم. نکنیم، تعارف دروغ نکنیم. بریم سراغ بعدی. بله، جن را از سر یکی به در آورد، رفت تو سر پهلویش. حالا این ویدیو هم با هم ببینیم، جالبه. یک مراسمی هست که میدونید این ماجرای جنگیری هم توی ایران هم توی آمریکا متاسفانه رس بوده و هنوز دوستان توی آمریکا طرف اینو از نمیدونم کشیش از کجا میگن، از کلیسا میبرن خونه. یه سری از این پدر روحانی ها ادعا میکنن که اینها جنگیر هستن، بلدن چجوری جن را از وجود فلان دختر، فلان پسر، فلان آقا، فلان خانم بیرون بیارن. حالا این کسی که جن تو وجودش رفته، این کسی که میخواد جن رو از وجود این بیرون بیاره، اینا به اصطلاح آدمای سالمی هستن که شاهد هستن اینجا. من شخصا بعد از دیدن این فیلم فکر میکنم اینها مریضای دیگه هستن که نوبت گرفتن تا نوبتشون بشه. ولی در هر دو صورت، حالا فکر کنید که ایشون مثلا داداش اینه، ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید اولا این آقا معاونه، این به اینا میگه چجوری چهارزانو بشینین، چجوری دستتون عقب بذارید. پس اینا هم
یه جورایی چی میگن جن تو وجودشونه، مجنونن که اومدن، ولی کسی مرض داره بیاد بشینه شاهد یک چنین اعمالی باشه، تازه به دستور اینم گوش بده. حالا ببینید بعد از دستور گوش دادن به کجا به اصطلاح میانجام. چون جن رفته تو وجودش، حالا هم زور خودش رو داره هم زور جن، و دیدین که 3-4 تاشون زد، تازه حالا 2-3 تایی هم حریفش نمیشه. این ماجرا خب درسته دیگه، باید بعد به طرف بگه آقا تو جن رو از وجود این درآوردی، بهش آدرس درست ندادی، اومد رفت تو وجود من. میگن که چند مدت پیش یه نفر گفته بود من پیشگویی میکنم، کارشم تو رادیو تلویزیون خیلی خوب شده و اینها، یه نفر از تلویزیون مردم زنگ میزنه میگه آقا ما میخوام بیام خدمتتون، و میگین ما باید پول بدیم. میگه چند میشه؟ میگه ویزیت 100 تومنه. میگه باش. بلند میشه میره اونجا با فیلمبردار اینها میشینن، میگه که چیه شما این قدرت تو که همه داری پخش میکنی، ملت تو صف وایسادن اینا چی؟ میگه بله قدرت دارم. میگه یعنی شما پیشگویی میکنید حوادث رو، فردا چه اتفاق میفته و اینها، یه دقیقه دیگه چه اتفاق میفته، 10 ثانیه دیگه چه اتفاق میفته. میگه بله. خبرنگارم کشیده میزنه تو گوش طرف، دعوا و اینا، میگه پدر سوخته تو گفتی من میدونم چه اتفاقی میفته، خب تو باید بدونی که من از دیروز با این نیت آمدم که آبرو و حسیت تو رو اینجوری ببرم و به مردم توی دوربین نشون بدم که تو خبر نداری. درست این ترامپی که قول داد، و این دوستان حالا به هر دلیلی، یکی میگه آقا من دیگه خسته شدم از اینا، یکی میگه من رفتم که اینجوری بشه، یکی دیگه میگه اگه نمیرفتم هلری میخواست با این، و خیلی جالبه اونی که به هلری رأی نداده میگه من نرفتم چون اگه رفته بودم هلری میخواست به ایران حمله کنه، اونی که به ترامپ رأی داده میگه من رفتم به ترامپ رأی دادم میخوام به ایران حمله کنه. کارمون خیلی درست. فارسی در پاکستان، این رو هم براتون پیدا کنم بخونم. خلاصه این ماجرای جن و جنگیر و اینها، باور کنید یکی از بیننده های ما حدود 15 سال پیش یه آقایی بود به نام آقای نمیدونم زکاوتی بود چی بود، میومد آخوند بود توی تلویزیون رنگارنگ، توی تلویزیون رنگارنگ هم چندین آخوند میومدن میرفتن و ماشاءالله بعدم نبود برای داور، بالاخره یکی از تلویزیوناش هم فروخت به اونها، و آقای هدایتی تلویزیون سلام و اینها، اون آقای یا زکاوتی بود که با بچه و عروس و فلان اینا دم دستگاهی داشتن، و یادم میاد یه دفعه یه خانمی زنگ زد به من که آقا شماره تلفنی آقای زکاوتی رو من میخوام. گفتم بابا رو فیلمشون هست. گفت هرچی میگیرم غلطه. خلاصه گفتم چی داری؟ گفت این. گفتم نه، باید مثلا به جای 2-3-3-2 باشه گرفت و اینها. گفتم و بعدن گفت حالا شما ممکنه بخندی ولی میخوام من برم، ایشون به من نفرین کردن، جن آمده تو وجودم، میخوام این جن رو از بدنم بکشی بیرون. گفتم حالا خانم مواظب خودت باش، برای کشیدن بیرون معمولا یه چیزی میکنن فرو میکشن بیرون، مواظب باش. و یه آقایی که اگر بگم ممکنه ناراحت بشه از دستم، یه آقایی که تو تلویزیون ها هم برنامه داشت، یه دفعه به من گفت من برای این آقای چیچی پول فرستادم و دعا کرده رفتم ایران یه زن خوب گیرم اومده و من برای این پول فرستادم. دوستان این طرفی که میگم تو آریزونا داره زندگی میکنه، اون خانمی که گفتم جنش میخواست بگیره تو ویرجینیا زندگی میکنه. یعنی شما نرید توی کوره ده بیچارهی یه نفر یه چیزی نوشته بیاین به خودتون زحمت بدین عوضش کنید، یک گیسوی مو یم دونم یک تار بر بدبخت بغل دستمون نشستن، تو مهمونی ها، تو کنسرت، تو سیزه بدر بغل دستمونن که پول میده آخوند تلویزیون رنگارنگ جن رو از وجودش بیاره بیرون، اون آقا مجری تلویزیون برنامه گذار پول میده که دعا کنه وقتی میره ایران زن خوب گیرش بیاد. حالا شما هی بشین با سوربی دشمنی کن، آقا این سوربی یه نفر آدمه،
شما تا با من دشمنی کنید دیگران باید بگن آقا خجالت بکش، این یه نفر آدمه، چجوری شما از این وحشت میکنید؟ قول بیشاخ و دم که نیست که، مار هفت سر که نیست که. این مار هفت سر و سه سر این آرش اصلانی گفته، گفت آقا سوری تو از اول برنامه تا آخر برنامه مار معطل کردی، گفتی میرم توی آفتابه مار چهار سر در میارم، نکردی که. گفتم به خدا یادم رفت، الان دیگه چون از رو این میخونم از رو اون نگاه میکنم بعض وقتا قاطی میکنم، در صورت به خاطر همین امروز هم میخونم هم با قرمز خط میکشم. اصلا معلمی که خودکار قرمز نداشته باشه به درد نمیخوره. این یک نمونه از اظهار ناراحتی و انزجار از جریان روز است. در دانش اجتماع شناسی مقاومت با نیرنگ یا اظهار ناراحتی به طور غیر مستقیم خوانده می شود. این دوستمون اینو فرستاده و نوشته که یه موزیکیه که نمیدونم بشر رو از بذار براتون پخش کنم. من گفتم والا به نظر من میاد این برای آدمای تنبل از زیر بار مسئولیت فرار کردنه، بهش از دست آدم رفت. خب حالا من اینو گوش بدم، شما اینو گوش بدید، بعدش چی کار میکنید؟ بهشت از دست آدم رفت. یکی میگه گندم خورد، یکی میگه سیب خورد، ما نفهمیدیم، خدا هم که با همون تماس نگرفته هنوز. یک آقا یا یک خانمی دیروز از استرالیا به من زده، به من فیسبوک پیغام فرستاده که آقا شما به خدا ایمان داری؟ گفتم شما با خدا ایمان داری؟ گفتم از خدا بپرس که من بهش ایمان دارم یا نه. بهش از دست آدم رفت. دوستان شما فکر میکنید این آهنگ خوندنا، این شعر گفتنا، حالا کاری نداریم این مال سعدی، مال رومی، مال حافظ، خواننده‌اش کار نداریم، شجریان فلانی فلانی، اینا فایده ای داره؟ از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. گندم خورد، پس اون داستان سیب و مار و اونا هلو بود؟ داستان گندم چیه؟ در اصل من اینو قبول ندارم دوست عزیز، با وجودی که به نوشته های شما، به صحبت های شما، به ویدیو های شما احترام میذارم و قبول میکنم بعضی هاشو، اجازه بدید که این رو هم بهتون بگم قبول ندارم. و اما من اینجا نوشته بودم که دنیا به شیرازی ها مدیون هستن و گفتم الان همه میگن آقا این دیگه چه شیرازیه، نمیدونم چی میگم، این پرتوقع نه، اینایی که خیلی به خودشون میبالن، توی آلمان میگن هوخنازه. هوخنازه یعنی اینایی که دماغشون بالاست، خیلی فیس و افاده دارن. ببینید دوستان، تو برنامه‌های دیگه گفتم که ما تمام چیزایی که داریم، وسایل راحتی که داریم، همه به آدمای تنبل دنیا اینا رو ما مدیونیم، چون تنبله حوصله‌اش نشده مثلا بره جارو کنه، جارو برقی درست کرده، اون یکی حاضر نشده جارو برقی ورداره کار کنه، رفته جارو برقی ساخته که شما نشستی تو اتاق اونوری تلویزیون نگاه می‌کنی، جارو برقی برای خودش میره جارو می‌کنه. حالا اینجا نوشته که رفتگران شیرازی، بعدم زیرش نوشته چاکره همه شیرازی‌ها. خودتون خدایی ببینید، خب این فکر خوبیه که این 5 تا پارو اینا نشستن، ببین چقدر قشنگ جمع کرده این برگا رو. خب پشت این میاد یه ماشینی که جمع میکنه، از اینجا هم شوت میکنه، این یکی هم دیگه میره میشینه یه ماشینی دیگه و تمیز و خوب میشه همینجا. در هر صورت من از اون دوستی که اینو فرستاده بود ناراحت که نشدم، این خیلی هم خوشحال شدم و خندیدم و ممنونم از شما. این رو مینا خانم فرستاده بود، بازم بفرستید از این چیز. و اما میگه اعلامیه اداره آمار، اعلامیه اداره امور شرع داعش، در این اعلامیه مفتی داعش از تمام طرفداران خواسته که از این به بعد به درگاه خدا نماز نخوانند، یا نماز نخوانند، زیرا خدا آنان را علارغم این همه نماز و دعا و فداکاری و جانبازی در جنگ با گمراهان شیعه و نصرانی پیروز ننمود و در جنگ موسر فرشته نفرستاد تا آسمان را از موشک و بمب خالی کنند. در همین اعلامیه آمده که به دین اسلام پایبند و مراسم ازدواج با زنان اسیر را ادامه میدهند. خب اونجایی که به نفعشون بوده از دست خدا گله کردن که چرا خدا به ما کمک نکرد در جنگ پیروز بشیم، فرشته ها رو نفرستاد،
ولی اونجایی که اینم هم همون یک بام و دو هوا، این دبل استانداردی که ما هم داریم، اونجایی که به نفعشونه از اسلام و از خدا استفاده میخوام کنن، زنان متعدد داشته باشن و اینها، اونجا میگه هنوز این اسلام رو رعایت میکنیم. تا حالا مثلا یه دفعه 5 تا زنشون بریزن رو سرش بکشنش، بعد بگه آقا 5 زنی خوب نیست دیگه رعایت نکنیم. یکی نیست به اینا بگه آقا خدا به حرف شما گوش داد، شما نگفتی فرشته ها رو بفرست برای جنگ، احمق، گفتی من میرم می جنگم خودم رو منفجر میکنم که بیام توی بهش 72 تا خدا فرستاده اونجا. قرار نبود فرشته ها با نمیدونم میگ و F-14 اینا بیان کمک شما، فرشته ها توی بهش نشستن منتظر شما. پس بی خود دارین اعلامی میدی به عربی آقا بنویس من زیرش امضا میکنم، بهشون بگم بابا فرشته ها در بهشتن، اروا اماتون منتظرتون. و اما این بله مریم میرزاخانی اینه، بیچاره آدم وقتی میبینه دلش به حال خودش کباب میشه، هیچی به حال پدر و مادرش هم کباب میشه، و امیدواریم که به زودی از همینجا خبر سلامتی ایشون رو به شما هم بگیم. مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه ایرانی هم اکنون به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان به سر میبرد. یکی از نزدیکان وی از وخیم بودن بیماری این دانشمند ایرانی خبر داد. ما برای ایشون به اصطلاح امیدواریم که فردا بهتر و سلامتتر از امروز باشن و کاری از دستمون که بر نمیاد. حالا ببینیم چه باید کرد. و اما ببینیم آقای بابک نوشته صفحه شخصی را این هفته اصلا به روز نکردم کاکو جان، و فقط در آنجا فامیلی که در این آهام. اوکی خیلی ممنون، من به شما گفتم بابک عزیز، من خودم خیلی اصلا وقتی هم که سر به این و اون بزنم ندارم، دوستانم یک کم این وسط به اصطلاح میگن موش میدونن، اونام هستن که ای آقا تو که اینقدر تعریف کتاب بابک میکنی برو تو ویدیو یوتیوب بنویس سوربی چند تا عکس کتاب بابک میاد، چرا اون نمیذاره اونجا؟ این بود که من به شما گفتم، ممنونم که توضیح دادید و من ناراحت نمیشم، میگم اون مسئول اونجا. خود بابک برای من نوشت که اشکالی نداره من این ویدیو رو قطع کنم نصف خودم رو، گفتم شما وقتی قطع میکنی مثلا 1000 تا میان اونجا 600 تا میان اینجا، خب شما همینجوری نگهش دار که 1600 تا یه جا باشن، اینم برای تا کور شود همون که نتواند دید. ایشون هم گفت اوکی. درصد من فکر کنم دیگه شما بابک منو میشناسی توی این چند سال و میدونی که نه تعارف با کسی دارم نه چیز. دوستان عزیز حالا که باز اسم بابک اومد، هر کسی مایل هست برنامه های بابک، حالا چه اینجا تو تلویزیون های دیگه چه صفحه های خودش، بخواد بیشتر بیشتر بشه باهاش تماس بگیره، حمایت کنه، دعوت کنه، برنامه داشته باشید. خیلی از اینا دل سرد شدن، دلیلی که آمدن پول خرج کردن، پولای خودشون رو گذاشتن، وقت گذاشتن، بعد دیدن آقا به جز دردسر و دعوا و مکافات و اینها نیست. ببخشید نمیخوام بگم بابک اینو گفته، ولی خیلی هاشون گفتن آقا کون لقی این ملت، ما برای اونا، اونا برای کی، یا برای کسی بمیر که برات تب بکنه. در هر صورت این از این، این از این، از این جمعه 14 جولای و 23 تیر ماه best short video funny، یه ویدیو کوتاه خنده‌دار دارم براتون آخر برنامه میذارم. و اما دیگه روی صفحه کاغذ چیزی ندارم، هر چی دارم در این صفحات فیسبوک و اینها هست. و این پیام فکر کنم تماس گرفتم، یه خانمی دنبال ایرانیان آی پی تی وی، یعنی دنبال این بود که برنامه مردم رو از کجا ببینم. بجاز ببینم اینه، با سلام خدمت. بله این خانم از کالیفرنیا، فکر کنم به احتمال زیاد ارمنی هم بودن، پیغام گذاشتونن که ما چگونه میتونیم تلویزیون مردم رو بخریم. من فکر کردم تبلیغش، فکر کردم خود اصلا تلویزیون، فکر کردم برای تو برنامه زنده هم گفتم، گفتم بعد برنامه تماس میگیرم. وقت تماس گرفتم ایشون گفت که منظور اون این که از چه باکسی، آیا شما باکس میفروشین؟ گفتم نه ما باکس نمیفروشیم، با ایرانیان آی پی تی وی تماس بگیرید. من شنیدم خیلی دیگه از باکس های جدیدم
نشون میدن تلویزیون مردم رو و اینا انقدر زیاد شده که یکی جادو داره، یکی پارو داره، یکی این داره، یکی اون داره. قرار نیست من همه اینا رو اینجا داشته باشم. من خودم الان چیزی که دارم ایرانیان آی پی تی وی باکس، روکو هست، آمازون فایر، نمیدونم یه چند تا پروگرام دیگه دارم روی کامپیوتر و بسمونه ما را بس. اینم از این پزشک آمریکایی که از ایران دیپورت شد رو اون روز براتون خوندم دیگه. بس 2 دقیقه دیگه به 90 دقیقه مونده و اجازه بدیم ببینم اینجا چی دارم. این ویدیو باز در کشور ایران در فردی وجود ندارد که اطلاعات در مورد خرافات نه اینا را هم گفتم. این نوشته آقای چیز بود، آهان، اتهام فخرآور اون روز وقتی خوندم از این امپراتوری دروغ و چیز، گفتم من نمیدونم اینا فکر کردن من با فخرآور دوست بودم، بابک هروی دوست بوده. گویا آقای رضا مشایخی با فخرآور دوست بوده، اونا اونه گفتن. ولی دوستان این مقاله رو شما بخونید، میخوام بهتون بگم که این بچه آخوندها سواد شعور که ندارن، هیچی سوادم ندارن. اینجا من جایی ندیدم اسم آقای مشایخی را آورده باشه، اسم بابک هروی را آورده، اسم تلویزیون مردم را آورده، اسم سوربی را آورده، ولی من اسم آقای مشایخی رو ندیدم. شما دیدید؟ آخه بعضی وقتا یه مقاله رو میخونی بعد میگی نه، وقتی برمیگردی میبینی که ای بابا بود اونجا. و این برای من زیاد اتفاق افتاده، در صورت من اینجا ندیدم که جایی گفته باشه که دوست قدیمیش این. و این نقص دستور زبان فارسی و نشون دهنده بی سوادی و بی دانشی این کسی هست که مسئول یا ادیتور صفحه امپراتوری دروغ هست. من و خبربین در اختیارت هستیم و اول از همه در معرض دید 14000 نفر با افتخار گذاشتم به دوستی با کاکوی گلم همیشه افتخار میکنم، خواهم کرد. ممنونم. ببینید دوستان، همون جوری که من هیچ چیزی رو پنهان ندارم، بابکم همین جوری نمیاد بگه آقا من با سوربی دوستم ولی حالا نگم به یک کسی که یه وقت یه اشکالی پیش بیاد. قشنگ اومده اینجا گفته آقا منم با تو به تو افتخار میکنم، با وجودی که اختلاف عقیده داریم. آقا من با برادر خودم سر خیلی چیزا اختلاف عقیده دارم. دوستم با پدر خودم اختلاف داشتم تا روزی که بنده خدا فوت شد. اختلاف عقیده اب نداره. من براتون مثال میزنم. خانم شما میگه آقا من ماشین BMW و بنز دوست ندارم. من تو آمریکا هستم شولت دوست دارم. شما از قدیم بابات بنز 180 داشته، دوست داری بنز داشته باشی. خب با هم اختلاف دارید. دعوا نمی‌کنی، برای اون شولت می‌خری، برای خودت بنز می‌خری. کوفتی بهترم هست دیگه برای خودت. بابک بنز خیلی قشنگ داره. خانمش یه دفعه اگه شولت داشته باشه میگن ای این از کجا فهمید. ولی شما آقا این بنز شولت داستان سعید کاووسی رو گوش کن. میگه اینا یک شولت دارن، شولت تایم ایمپالا یادتونه، میان دم هوم دیپو یه بندر میاره بالاش نمیدونم چی میبنده، سیمان میذاره فلان. اونی که بنز داره میره 400 دلار میده روغنش عوض میکنه، 10 سال هر وقت بارون میاد بیرون نمیاره، مسافرت طولانی میخواد بره اون سوار نمیشه، نمیدونم فلان. بعد میگه آقا بنز ماشین خوبیه. آقا کجاش خوبه؟ 50000 دلار. خود من یه ماشین خریده بودم 50000 دلار نقد، اون موقع با ایرانی‌ها نبودم، پول زیاد داشتم، توی نوبتم وایساده بودم ML320. بعد خریدیم دیدیم بابا این اولا بنز نیست، این ساخت اوهایو، بنز ساخت اوهایو. گفتیم باش هر 1000 مایلی که میرفتی یک کرد یا نیم لیتر روغن رو کم میکرد. به اینا گفتم آقا شما نوشتین که هر 10000 مایل بیان روغن عوض کنید. من اگر این ماشین رو نگاه نمیکردم این میسوز موتورش. بعد طرف میگه نه آقا ماشین نوه، شما باید بریزی روش. میگیم باش، ریختیم روش. بعد 3 سال هنوز همینجوری بود. میگیم خب اگر هر 1000 مایلی ما یک کوارتر اویل بریزیم تو این روغن، بریزیم رو این، تو این 10000 مایل 10 کوارتر روغن تمیز ریختیم، دیگه احتیاج به روغن عوض کردن نیست. این بنز. حالا شولت بدبخت بهش میگی روغن کی عوض کردی؟ میگه نمیدونم. اینم واقع شولت بعد از 3 سال میخری 5000 دلار. بنز هنوز بعد از 10 سال میگه آقا این مال پدرم بوده گذاشتم و فلان، 25000 تا کمتر نمیدم. اینم به شما، چون میدونم شما هم میخوای ببریش توی خونه خوب بذاریش به اصطلاح. خب دوستان عزیز با درود و سلام، hope everyone is doing well
Very good, very good, very good. بسیار خوب. همین الان دعوتون کردم برای دو تا مهمونی، نه دو تا مهمونی، یه مهمونی. گفتن این روز خوبه یا اون روز خوبه. به نظر من هر دوش خوبه. هر کی تونست نصف اول بیاد، هر کی تونست نصف دوم، ما دو تاش میاد. اینم از این. و اما ساعت 3:33 است و امروز برنامه 138مین آقای ارشاد رو از ایران زحمت کشیدن براتون پخش میکنه. و اونایی که منتظر برنامه آقای افشارها بودید و ساعت 3 بعد از ظهر جمعه ها، میدونید که ایشون قبلا به خاطر ماه رمضان گفت من یه چند هفته برنامه نمیذارم که خدای نکرده در این ایام یه چیزی نگم که کسی ناراحت بشه و اینها و گناه کرده باشه. بعد که برنامه گذاشتن، هزینه برنامه هاشون تا آخر این ماه رو هم پرداخت کردن، برعکس افرادی که $10 از اونجا بدهکارن، $160 از اونجا بدهکارن، دروغ میگن و فلان. ایشون برنامه هاشو اون خانواده‌ای که اسمشم میبرن پرداخت کردن، به قول معروف این ادوانس، پیش پیش. بعد آقای افشارها یه مسافرتی براشون پیش آمده، برای من نوشتن که من یه مسافرت، چی بهش میگن، ضرب العجل برام پیش آمده و احتمالاً نمیتونم توی این چند هفته و تابستون اینا برنامه داشته باشم. و گفتم باشه. من بهشون گفتم خب حالا میتونیم برگردیم برنامه های قبل شما رو بازپخش کنیم. ایشون گفت نه، و من دوست دارم برنامه هام جدید به روز باشه. این مبلغی که مونده بابت این 3 جلسه، یعنی امروز که 14 21 و 28، ایشون گفت این هم هدیه من به تلویزیون مردم. و ایشون هم همیشه هر وقت برنامه ها رو نگاه کرده گفت من اصلا یه دفتر دارم، این دستم برنامه سوربی رو امروز نگاه کردم $5، برنامه فلان نگاه کردم $10، و برنامه هایی که نگاه میکنم وظیفه خودم میدونم که کمک کنم. در صورت اینم ماجرای آقای دکتر کاظم افشارها، ویدیوهاشون روی یوتیوب موجود هست و اسمها رو تایپ کنید، یاد بگیرید، نترسید، یکم ماوستون رو جابجا کنید تا ببینیم چه خواهد شد. و اما این سید نوریه یا سعید نوریه، نه داداش، پس شما بنز نخریده بودین، شاید چیز دیگه بوده باشه. دوست عزیز، ML320 این بنز نیست؟ اتفاقا اولین سالایی بود که یه علامتای انقدی. حالا اینو برات بگم، من به غیر از این که خودم خریدم، به یه دوستیم هم گفتم آقا اینا اومده جیپ بنزه، و فکر میکنیم اون بنزای جیپ چارگوش تو آلمان هست، الان جی بهش میگن اینجا، یا باکس بهش میگن، یعنی چیزی $100,000. گفتیم اینجوریه، میخوان بسازن و دارن پول جمع میکنن. اینا رفتیم پول دیپازیت گذاشتیم، وقتی هم اومد نفری فکر کنم 40,000 دلار، اشتباه نگم، بنز ML430 بود $50,000، و اون سال 98 بود، این سال 2000 بود. ماشین رو به اسم بنز به ما فروختن، کمپانی HBL بنز، سند بنز. ولی شما درست میگی، بیا جلو باریکلا. اون موقع ماشینا هنوز ماشینای بنز اون ون نمبرش یا کارت شناساییش، اون پلاگ که میزدن با W شروع میشد، W هم برای اول وست جرمنی بود. ولی اینایی که ما خریدیم شماره 1 شروع میشد، شماره 1 ماشینایی بود که تو آمریکا میساختن، بعد گویا ماشینای ژاپنی که اینجا میسازن. دو، شما میدونی این ون نمبر ماشینتون جلو شیشه هست، راستی میگن یه کاغذ بذارید روش که همه نتونن بخونن، چون بعضیا با این شماره میتونن در ماشینتون رو اینو گذاشتن، بعد میگن در اصل اینو شما وقتی بنویسید تو گوگل بهت میگه رقم اولش، بهت میگه این ماشین کجا ساخته شده، مثلا میزنم ها، 17 رقمه. رقم دومش میگه رنگ ماشین چیه، رقم سومش میگه نمیدونم حجم موتور چیه، رقم چهارمش میگه پارتش چیه. هر کدوم از این شماره ها دوستان حکایت از یک اینفورمیشن یا اطلاعی میکنه در را. سعید یه برنامه بذار، یه تگ نشون بده، یک تگ ماشین قشنگ توضیح بده. تو نمیخواد سیاسی بشی، تو همین کارهای ماشین، منم نمیخواد سیاسی باشم، هر با هم با. همین کارهای بگیم و بخندیم باشه، اینجوری بهتره. من و شما از سیاست چی میدونیم؟ آقا شما کجا رفتیم از سیاست، جز این که بیای بگی این دکترها سوسولن، اون آقای علی صدارت از ما ناراحت بشه، آقا دوستت به من توهین کرده. میگم آقا چه توهینی کرده؟
گفته شما رو که باباتون مامانتون میفرسته که برین دکتر بشین، از بس میشینید تو خونه نه فوتبال بازی میکنین نه چلک مسته الک دولک هفت سنگ بازی میکنین، یه مش بچه های سوسولی هستی. شما سوسول نیستی، بیا بگو آقای کابوسی بنده دکتر بودم، من دکتر علی صدارت با وجودی که دکتر بودم ولی ورزش میکردم، سوسولم نیستم، تو بیا اینجا بازو بنداز، منم بازو دست میندازم مچ میندازم بندازم. نه که قهر کن برو، همه تون مگه اینجا خونه خاله است که قهر میکنی؟ دوستان بستتونه یا بگم به اندازه کافی دشمن پیدا کردیم برای امروز؟ اگه نه دوباره بگم. دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اگر این دوستمو که اسمش نوشته سید نوری، اینجوری که شما نوشتی سید نوری یعنی نوری گفت، زمان گذشته سین سی میشه سید نوری و نمیدونم، اگر سعید منظوره که اینجوری غلطه، البته خود سعید هم صد رقم من دیدم مینوسن، بهترینی که من تالا دیدم که آمریکایی هم درست میخوننش اینه که بنویسید S A E E D، هم خیلی خلاصه است. سعید کاوسی اینجوری مینویسه، یکی دیگه مینویسه S A I E D، یکی مینویسه S A E I D، یکی مثل شما نوشته S A I D. این سعید نیست عزیز من، این اونی که انگلیسی بلده تا نگاش کنه میگه سید، سید یا یک کمی بخوایم سید یعنی سی در زمان گذشته، دی گرفته سید یعنی نوری گفت. حالا شما کدوم نوری هستید نمیدونیم. در اصل البته عذرخواهی میکنم، شوخی بود، ولی من 32 ساله که در مرسدس هستم. آقا خدا به درد بیامرزه، در مرسدس هستی یعنی داری رانندگی میکنی یا داری باش کار میکنی، مکانیک هستی، فروشندش هستی؟ شما به من میخوای بگی ماشینای ML430 ماشینای ML320 2000 روغن کم نمیکن؟ کیفیت اینا با ماشینای بنز 190 که تاکسی کرج بود و تهران کرج، بنزای شیراز تاکسی فرودگاه بودن، کیفیتشون کوالیتیشون یکیه؟ من برات مقاله میارم دوست عزیز که مهندسایی رو استخدام کردن که به جای این که نشون به اصطلاح تضمین کنن آهن و استیل و اینها دوام 15 سال 20 سال داره، اینا یه کاری کنن که از 5 سالگی شروع کنه به زنگ زدن. شما وقتی ماشین شروع کنه به زنگ زدن، هرچی هم موتورش خوب باشه، صندلیش خوب باشه، فلان خوب باشه، هر کی نگاهش میکنه میگه آقا این ببخشید کاسه واجبی چیه سواری؟ پس شما میخری یکی دیگر رو، برای اون صرفش اینه. شما به من بگو آیا کیفیت ماشین‌های امروز که باید با این تکنولوژی بالا رفته باشه با کیفیت بنز 190، بنز 200، بنز 220، بنز 180، بنز 170 مراد برقی اینا یکیه؟ منو خبربین در اختیار هستیم. خیلی ممنون، متشکرم. خب دوستان عزیز یک ویدیوی کوتاهی داریم به شما نشون میدیم و ازتون خداحافظی میکنیم تا دوشنبه. امیدواریم این کند و کاوای اینجا بالاخره من برنامه رو میذارم، حالا چه با تلفن چه با چیز، چون میدونید شما تو این منطقه ما فقط این سرورمون یا این کامپیوترمون هست، خود این چیزایی که پخش میکنیم کانادا و کالیفرنیا شرکت های بزرگی هستن که به اونا پول میدیم، که همین احمق قاضی فکر کنم این گاز میفروخته میدون آکباتان، مادرش رفته خواستگاری به اونا گفته پسرم قاضیه، بعد اینا حالا میگه من قاضی، این قاضی میگه که سوربی میخواست به من سرور بده، مردی که من سرورم کجا بود که به تو سرور بدم؟ ما یه کامپیوتری برای خودمون داریم، بله اولا همه کامپیوترها سرورن، چیزی که از سرورهای بزرگ 10 تا 20 تا 1000 تا 100 تا که بهش وصل شد قطع نمیشن، کراش نمیکنن، کامپیوترهای من و شما 3 تا 5 تا 10 تا بسیگی به بزرگیش بهش وصل بشن بکشن ازش قطع میشه. شما اصلا نمیدونی سرور یعنی چی، سرور خصوصی خودم رو داشته باشم نمیدونی یعنی چی، نمیدونم سرور کذایی داشتن نمیدونی یعنی چی. شما به جای این که پول بدی مردم کارتو انجام بدن، چون گدابازی در میاری، خسیس بازی در میاری، اون پسر اولی که بدبخت اومد زد کامپیوترتو گفتی داغون کرده، من حالا میفهمم اون از دست تو چی کشیده، بعدم با ما هنوزم بدهکاری که بل کردی رفتی. دوستان عزیز این ویدیو رو ببینیم، اسمش هست Best Short Video، یعنی بهترین ویدیوی
کوتاه. ولی خب میدونید که اینم مثل سازمان‌هایی که اینجا درست میکنن، مینیسه نمیدونم وی دی پیپل، ما شورای عالی مردم، میگم آقا احمق، اصلا این وی دی پیپل تعریفش شورای عالی مردم نمیدونم مردم نمیشه که. اینم هر اسمی دلشون میخواد روی ویدیوها میذارن، خیلی نگران و ناراحت این نباشید. من این ویدیو رو همونجوری که هست اینجا بهتون نشون میدم. این مثلا ویدیوی از یک مغازه است، یه فروشگاه است، حالا ویدیوهای دیگه هم هست، این رو هم میذاریم که شروعی بشه جمعه ها، بلکه بگیم و بخندیم. ممنونم از این آقای حبیب حنیفی با گلی که فرستادن، شما خودت گلی، ممنونم. دوستان عزیز یه بار دیگه بهتون میگم و ازتون میخوام اگه میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. با هم این رو میبینیم، برنامه رو به آخر رسوندیم. روز و روزگارتون خوش. ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد و دوشنبه هم از ساعت 2 بعد از ظهر وقت واشنگتن با شما خواهم بود. وقتی میگم با وقت واشنگتن، منظورم واشنگتن دی سی هست، پایتخت آمریکا، نزدیک نیویورک اینور، منظورم واشنگتن سیاتل نیست. اونها 3 ساعت از ما جلوتر هستن و جوانتر، ببخشید 3 ساعت از ما عقبتر هستن، 3 ساعت از ما جوانتر هستن. ببینیم، لذت ببرید. مرسی که با من بودید. اگرم برنامه من بهتون رنج داد، مشکلی داد، شما مریض هستی که این همه رنج رو تحمل میکنید و باز هم برنامه رو میبینید، خودتون رو به دکتر معرفی کنید. Done it, done it, done it.